به نام خدا. سلام دوستان عزیز. فرید احمد شمس هستم، مؤثر سال 4 پانزده طب معالجوی. در این سری از آموزش هایی که روی دست داریم، بیاری خدا قصد داریم آموزش کامل ریاضی از صنف اول تا ختم صنف 12 را برای شما آموزش دهیم. ریاضی که قصد دارم برای شما آموزش دهم شامل 4 بخش حساب، الجبر عددی، الجبر حروفی و الجبر آلی می باشد. جهت بهتر یادگیری این آموزش برای شما چند پیشنهاد می دهم. در این آموزش از هر بخش برای درک بهتر شما مثال‌های زیادی کار خواهد شد. بهتر است بعد از هر 3 الی 4 مثال کلیپ را شما استاپ بکنیم و اگر نتونستیم مثال‌های بعدی خود شما کار بکنیم، وقت می‌تونیم کلیپ را ببینیم. در این آموزش سوالاتی که کار خواهد شد از تمام منابع سوالی گرفته شده. هم کتاب‌های مکتب هست، هم تست‌های کنکور است و هم سوال‌هایی که در کنکور سال‌های قبل آمده. می‌دانم که این آموزش مثال‌ها، ساعت‌ها و تشریحات زیادی دارد. امکان داره شما بی‌حوصله بشید، اما باور کنید تنها هدف ما از این همه سوال کار کردن درک بهتر شما از سوالات است. و خواهش میکنم تمام کلیپ ها کامل ببینیم، چون بعضی اوقات بعضی از قوانین سوال کار کردن در خود سوالاتی که ما کار میکنیم. باز هم اگه کم و کاستی های در این آموزش بود ما را عفو کنید. انشاءالله در آموزش های بعدی با پیشنهادات شما خوب خواهد شد. از بحث جوره های مرتب حالا برسیم به علامه ها یا اشاره های انمون ناحیه های اول تا ناحیه 4. ما گفتیم که یک مستوی از یک خط افقی و از یک خط عمودی تشکیل شده. کمی خط افقی و عمودی زمانی که با هم تقاطع میکنند محل تقاطع به نام مبدع یا اوریجن یا او مینامند. توسط تقاطع رمی محور افقی و محور عمودی که به نام محور فاصله و محور ترتیب هم یاد میشه، صفحه به 4 قسمت تقسیم میشه که هر قسمت یک ربع، یک حجره، یک ناحیه، یک کوادرانت میگفتیم ما. پس میشه ربع اول، ربع دوم، ربع سوم و ربع چهارم یا ناحیه 4. اینم گفته بودیم که برازی که ما همین 4 ربع یا 4 ناحیه ما نامگذاری بکنیم، نامگذاری باید خلاف عقربه ساعت باشه، انتی کلاک وایز باشه. اینیم خلاف عقربه ساعته. عقربه ساعت به این شکل میچرخه، اما ما به این شکل باید اندازه گیری کنیم، نامگذاری کنیم. 1، 2، 3 و 4. یعنی به این شکل چی میشه؟ نامگذاری میشه. از این قسمت شروع میشه، میانی به این طرف. خب 1، 2، 3 و 4. حالا موضوعی که داریم اینه که بیم تعیین اشاره هم بکنیم اینها. به ناحیه اول یک اکس داریم، یک وای داریم. خب باش اینا رو کلا نامگذاری کنیم. به ناحیه اول اکس چیه؟ مثبته. چرا؟ چون گفتیم که از مبدا به طرف راست هرچی باشه مثبته، به طرف بالا هرچی باشه مثبته. اکس هم مثبته، وای هم مثبته. پس میتونم چی بگم؟ میتونم بگم که ناحیه اول هم اکس بزرگتر از صفر، هم وای بزرگتر از صفر. اکس بزرگتر از صفر یعنی چی؟ مثبت. وای بزرگتر از صفر یعنی بازم مثبت. کوچیکتر از صفر، از صفر کوچیک چی میشه؟ منفی میشه. منفی یک، منفی دو، منفی سه. پس به ناحیه اول هم x مثبته، هم y میبینیم طرف بالا رفته، این هم مثبته. اما به ناحیه دوم از مبدا یا صفر که طرف چپیه منفی میشه. x چیه؟ منفیه. زمانی که x منفی بود پس میگیم x کوچکتر از صفر. یعنی چی؟ یعنی منفی. از صفر کوچکتر، منفی یک، منفی دو، منفی سه. پس کوچکتر شد. اما y از یک است. y رفته به طرف بالا. y چیه؟ مثبته. پس y بزرگتر از صفر. چرا؟ چون مثبته. پس x رو منفی شد اما y رو مثبت شد. اما بین ناحیه هر دو مثبت. ناحیه سوم، به ناحیه سوم یک x، یک هم y. این شکل x هم منفیه، x هم کوچکتر از صفره، y هم منفیه چون طرف پایین آمده، y هم کوچکتر از صفره. پس به ناحیه سوم کلن x و y چیه؟ منفیه. ناحیه چهارم، به ناحیه چهارم یک x داریم، یک y داریم. x چیه؟ مثبته. پس x بزرگتر از صفره یعنی مثبت، اما y چون طرف پایی آمده y کوچکتر از صفره یعنی منفی. پس ناحیه به این شکل چی میکنیم؟ ما اشاره های معلوم میکنیم. ناحیه اول x و y مثبته، ناحیه دوم x منفی y مثبت، به ناحیه سوم هر دو تا x و y چیه؟ منفی، به ناحیه چهارم x مثبت و y منفیه. و خوب توجه کنیم، اگر به این شکل نگاه بکنیم ناحیه اول و سوم با هم در تضاده. ناحیه اول کلن x و y مثبته، اما ناحیه سوم روبروی x و y کلن چیه؟ منفیه.
ناحیه دوم که یاد بگیریم ناحیه چهارم رو یاد گرفتیم. مثل که یک یاد بگیریم سه رو یاد بگیریم. یک هم مساده سه هم منفی. ناحیه دوم x منفی y مثبت، اما ناحیه چهارم روبروی و برعکس این موضوع. اینجا x منفی بود به یک قسمت x چیه؟ مثبت. اینجا y مثبت بود به اینجا y چیه؟ منفی. پس اینها با هم سیر متضاد دارن. اگه یک کلا مثبته سه کلا منفیه. اگر دو x و y مثبت منفیه چهار x و y چیه؟ منفی مثبته. پس اینها با هم تفاوت دارن. این تعیین اشاره ها رو اگر یاد بگیریم خیلی خوبه، چون که در زمانی که قیمت گذاری میکنیم و نقاط رو بر مستوی شما نشانه گذاری میکنیم، بعد بفهمیم که کدام ناحیه x یا مثبت یا منفی، کدام ناحیه y مثبت یا منفی، اینا رو با خوب توجه بکنیم. خب با قیمت گذاری و تعیین نقاط هم میرسیم. حالا فقط این بس فراموش نکنیم این موضوع. موضوع بعدی که از مستوی مانده بحث جورهای مرتبه. در جورهای مرتب گفتیم که اگر A و B عناصر یک ست و یا عناصر ست های مختلف باشند و A را عنصر اولی و B را عنصر دومی قبول بکنیم، در این صورت A و B که داخل کلوس هست را جورهای مرتب میگویند. پس تعریف جورهای مرتب همینه. گفته شده که اگر A و B عناصر یک ست و یا عناصر دیگه ست ها باشند، مهم نیه کلوس ست ها، مثلا یک ست فرم X میگیرم، داخل از این مثلا میارم A C, E, F. یک ست دیگر Y میگیرم، داخل از این ست میارم B, G, H, I. حالا گفته اگر A و B عناصر یک ست باشن، خب A و B عناصر یک ست و یا عناصر ست های مختلف باشن، عناصر ست های مختلف یا A و B داخل یک ست باشن یا عناصر ست های مختلف باشن، مثلا ست دیگر میارم، ست مثلا B هست A B C D E. اگر A و B عناصر یک ست باشن، میریم یک سته، و یا عناصر ست های مختلف باشن، ست X A داره، ست Y B داره، یک رابطه بین از اینا ما ایجاد میکنیم، رابطه یک یکه. همین رابطه داخل چی میارم؟ داخل قوس کوچک میارم A و B. A و B همین میگن جوره مرتب A و B. چرا؟ چون یک A از یک ست گرفته شده، Y از یک ست گرفته شده. حالا خود سوال هم همین گفته، گفته اگر A و B عناصر یک ست باشن و یا عناصر ست های مختلف، اینه چند عناصر ست های مختلف باشن، A عناصر اولی بگیم، B عناصر دومی بگیم، در این صورت A و B جوره مرتب گفته میشه. اگر به این شکل بگیم خب شد ست های چی مختلف. اما اگر ست ها داخل یک ست باشه، A و B A عناصر اولی باشه، B عناصر دومی قبول بکنیم، و همین A و B A و B به نام چی یاد میکنم؟ به نام جوره مرتب. من چرا به شکل X و Y نشان دادم؟ چون مفهوم جوره مرتب شما بفهمید. خاطر همین X یکی X داشتم، ست یکی Y. A گرفتم از X، یعنی A همیشه چیه؟ نمایندگی از X میکنه. X چی بود؟ ناحیه فاصله ها بود یا محور افقی بود. B همیشه نمایندگی از Y میکنه. یعنی جوره مرتب شکل A و B داره، A نمایندگی از X میکنه، B نمایندگی از Y میکنه. حالا ای Y چی بود؟ محور ترتیب ها بود یا محور قائم بزی میگفتیم، یا محور ارتفاع میگفتیم بزی، یا محور عمودی میگیم بزی. پس اگر A و B عناصر یک ست باشن، طوری که A عنصر اولی و B عنصر دومی باشه، A و B در کل یک جوره مرتب گفته میشه که A نمایندگی از X و B نمایندگی از Y میکنه. همین قسمت، همین بحث این قسمت دوباره گفتم من. اگر یک ست X باشه، یک ست Y باشه و داخل ست X A باشه، داخل ست Y B باشه، اینها رو با هم جوره مرتب بسازیم، A نمایندگی از X میکنه و B نمایندگی از Y میکنه. کمی میگن جوره مرتب. پس A و B زمانی که A و B داخل یک قوس بود، نمایندگی از چی میکنه؟ از X و Y یا محور فاصله ها و محور ترتیب ها. خب شد جوره مرتب. موضوع بعد اینه که B و A هم یک جوره مرتب هست. همین اگه برعکس بنویسم B و A، ای بود A و B، حالا B و A یک جوره مرتب هسته، اما A و B با B و A با هم مساوی گفته نمیشن. صحیح شد؟ A و B هم جوره مرتب، B و A هم جوره مرتب، اما اینها با هم مساوی نیان. چرا مساوی نیان؟ حال دلیلی رو بگیم.
به خاطر از اینکه AOB مثلا AOB هست 3 و 5 ای هست AOB مثلا BOA یعنی معکوس از این معکوس از این یعنی چی؟ یعنی 5 هست ما گفتیم جورا و مرتب به هر نامی که باشن نمایندگی از محور فاصله ها و محور ترتیب ها می کنند اما بیم رو محور نشان بدیم اول ای او بی نشان بدیم هست 3 اکسی و هست 3 1 2 3 وای هست 5 فرض کنیم یک قسمت باشه 5 اینها رو با هم وصل میکنیم یه از نقطه چی جوره مرتب ای او بیه حالا بیم همیر معکوس بسازیم 5 و 3 پیدا کنیم 5 و 3 این چی یعنی اکسی و هست 5 1 2 3 4 5 ای از اکسی و وای هست 3 1 2 3 حالا بیم اینها رو با هم وصل بکنیم این نقطه به نام چی یاد میشه؟ به نام نقطه جوره مرتب بی و ای خب یعنی چی این نقطه به نام جوره مرتب بی و ای یاد میشه؟ اینه کنم این نقطه از بی و ای تشکیل شده بی اکسیونه ای وای از اینه این نقطه از ای و بی تشکیل شده ای اکسیونه بی وای از اینه حالا خب شما توجه کنیم به این قسمت اکس پنج بود به این قسمت اکس سه زمین تا آسمون تفاوت داره به این قسمت وای پنج بود به این قسمت وای سه پس می‌بینیم اینا با هم مساوی شده نمیتونن اگه خب به شکل هم نگاه بکنیم این شکل تقریبا شکل مربع به خود گرفته این شکل شکل مستطیل به خود گرفته پس اینها هیچ وقت جورا مرتب ای و بی با معکوس خودن بی و ای هیچ وقت مساوی شده نمیتونن پس خاصیت معکوس بودن در جوراهای مرتب وجود نداره ای و بی هیچ وقت با معکوس خودن بی و ای نمیتونه مساوی باشه دیدیم داخل شکل نشون دادیم خب تا اسمت پس ما مستوی شناختیم اشاره های مستوی هم شناختیم قبل از اینکه به موضوع بعدی برام خود مستوی کارتزنیر به نام کارتیجین کارتیجین پلان یاد میکنن اگه اسپلی غلط نکرده باشم به نام کارتیجین پلان کارتیجین پلان یعنی چی؟ یعنی مستوی کارتزنی اسم انگلیسی رو فراموش کرده بودم که بگم حالا گفتم کارتیجین پلان یعنی مستوی کارتزنی یا همون مستویی که من شما با هم توی تا خط افقی و عمودی میکشیم و روی نقطه ها رسوم میکنیم موضوعی بعدی که حال موضوعات کارکردنی از یه بعد شروع میشه تا حال مقدمه بود اینه که زمان ما میتونیم دو تا بگیم که دو جوره مرتب A و B مثلا یک جوره مرتب A و B و یکم C و D زمان میتونیم بگیم که این دو جوره مرتب با هم مساوی هن که A مساوی به C باشه و B مساوی به D باشه پس برای مساوی بودن دو نقطه هر جوره مرتب نمایندگی از یک نقطه میکنه این فراموش نکنید هر جوره مرتب نمایندگی از یک نقطه میکنه یک جوره مرتب یک نقطه دو جوره مرتب دو نقطه سه جوره مرتب سه نقطه یعنی اینها چه دو تا نقطه هم A و B یک نقطه C و D هم یک نقطه مثل چند تا دو نقطه پس برای مساوی بودن دو نقطه دو نقطه گفتیم یک نقطه یک دو نقطه باید مختصه اول با مختصه اول و مختصه دوم با مختصه دوم مساوی گردن حالا همین توضیح میدیم مثلا ببینیم ما دو جوره مرتب داریم یا دو نقطه داریم هر جوره مرتب نمایندگی از یک نقطه میکنه هم ای و بی یعنی یک نقطه و جوره مرتب بعدی هست سی و دی اینها زمان با هم میتونن مساوی باشن که مختصه اول با مختصه اول مساوی بشه مختصه اول یعنی چی؟ این مختصه اول x مختصه اول یعنی x یا چیه مختصه اول مختصه اول با مختصه اول مساوی بشه L مساوی باشه به C مختصه دوم با مختصه دوم مساوی باشه B مساوی باشه به D تمام نقاطی که ما بر اون یک مستوی نامگذاری میکنیم ببینیم بسا تمام نقاطی که بر اون محور x هر نقطه یک به این قسمت باشه بسیم میگن مختصه تمام نقاطی که برو محور وای داره دفعه چندم این میگم اینا هم چی هم مختصه پس هر نقطه x و هر نقطه وای به نام مختصه یاد میشه گفته شده مختصه اول با مختصه اول باید مساوی بشه مختصه دوم با مختصه دوم باید مساوی باشه زمانی که همیشه بود همین قسمتی که ما میگیم این دو جوره مرتب با هم مساوی هم
خب چی بهشون میشن؟ طبق مثال با هم کار میکنیم، این موضوع رو میفهمیم. ببینید دوستان، ای مساوی به سی و بی مساوی به دی، یا مختصه اول با مختصه اول مساوی باشه، مختصه دوم با مختصه دوم مساوی باشه. خب حالا زمانی که میگیم دو جور مرتب با هم مساوی باشن، یعنی عین قیمت ها و عین نقطه باشن. ای که عین قیمت و عین نقطه چی اسمه؟ برای مثال بهتر میفهمیم. گفته شده که اگر دو جور مرتب داشته باشیم، یک جور مرتب هست x منفی 2 x یونه، y مثبت 1 y یونه، مساوی باشه به جور مرتب دیگه که 1 و 3، قیمت x و y شما پیدا بکنیم. پس میبینیم از مساوی بودن دو جور مرتب خیلی سوالات طرح میشه، یعنی سوالات ما میتونیم از طریق این مساوی بودن کار بکنیم. خب ست اولی بخشیم، جور مرتب اولی هست x منفی 2 و y مثبت 1 مساوی گفته به 1 و 3. زمانی که علامت مساوی میندازه به این معنیه که شما برید چی بکنید؟ از قانون مساوی بودن کار بگیریم. ما گفتیم که زمانی که دو جور مرتب برای ما داده میشه، اینا زمان با هم مساوی هستند که مختصه اول مساوی به مختصه دوم بشه، یعنی x منفی 2 مساوی به 1، مختصه اول مساوی به مختصه اول بشه، مختصه دوم هم مساوی به مختصه دوم بشه. یعنی چی؟ یعنی y مثبت 1 مساوی به 3. بیشه یعنی x این رقمی بکنم واضح تر میفهمیم. زمان دو جور مرتب با هم مساوی هستند که x مساوی به x باشه، این طرف چیه؟ x یم اولی x و y مساوی به y باشه، x مساوی به x، y مساوی به y باشه. اینا کار میکنیم. حالا x منفی 2 مساوی به 1، x خودیو مساوی به 1 هم خودیو، منفی 2 که بیه به این طرف میشه چی؟ مثبت 2. پس x مساوی میشه به 3، قیمت x پیدا کردیم. y جمع 1 مساوی به 3، y خودیو مساوی به 3 خودیو، جمع 1 که بره به طرف میشه منفی 1، y پس مساوی شد به چند؟ به 2. قیمت ها پیدا کردیم، x یو هست 3، y هست 2. حالا بیاییم قیمت گذاری بکنیم، ببینیم که آیا این دو جور مرتب با هم مساوی هست یا نه. x پیدا کردیم شد 3، به جای x میگذارم 3، 3 منفی 2 چند میشه؟ 1. y پیدا کردیم 2، به جای y 2 میگذارم، 2 جمع 1 چند میشه؟ 3. 1 و 3 این جوره شد چی؟ 1 و 3. آیا این هم 1 و 3 هست یا نه؟ بله. و دیدیم دو تا جور مرتب زمان با هم مساوی هستند که x یو مساوی به x باشه، y مساوی به y باشه. یعنی ما بریم کار بکنیم، همین کار رو انجام بدیم، یا به دیگه روش اگر بگم، به دیگه نحوه بگم، مختصه اول مساوی به مختصه اول، مختصه دوم مساوی به مختصه دوم باشه. اگر همین شرایط دشت ما کار کردیم، قیمت گذاری کردیم، دیدیم که جورا مرتب عین همه چیزها هست، عین هم دیگر هست، میگیم چه اینا با هم مساویه. خدا یک مثال با هم کار کنیم، چندین مثال دیگر با هم کار میکنیم تا این موضوع کامل فهمیده بشه. سه مثال دیگر. مثال اول گفته شده قیمت های x و y را دریابید در صورتی که جوره مرتب a باشه 4x منفی 6 و 2y جمع 3 مساوی باشه با جوره مرتب b 2 و 13. همین که جوره مرتب قبل از او یک حرف انگلیسی وجود داره، a و b، قبلش یک حرف انگلیسی، یعنی نقطه 4x منفی 6 و 2y جمع 1 یک نقطه و نقطه b که از 2 13. یعنی چی؟ یعنی نقطه b از دو و سه تشکیل شده، یعنی دو تا فاصله و سه تا ترتیب با هم یکی شده، شده نقطه B، و نقطه A از 4x منفی 6 که فاصله باشه و دو و جمع سه که ترتیب باشه یکی شده، شده نقطه A. خب حالا گفته قیمت x و y پیدا کنید در صورتی که اینا با هم مساوی باشن. جور مرتب اولی هست 4 دونه x منفی 6 و 2 دونه y جمع 3. جور مرتب دومی هست 2 و 13. اینها با هم مساوی هم، خود سوال مساوی داده، گفته شما قیمت x و y پیدا بکنید. زمان دو تا جور مرتب بتونن با هم مساوی باشن که x های اینا با x و y های اینا با y مساوی باشه، یا مختصه اول با مختصه اول مساوی باشه. این چیه؟ مختصه اول با مختصه اول مساوی باشه، مختصه دوم با مختصه دوم، یا x مساوی به x باشه، y مساوی به y باشه. خب مختصه اول هست 4 دونه x منفی 6 مساوی باشه به 2. مختصه دوم هست 2 دونه y جمع 3 مساوی باشه به 13. اینها رو کار میکنیم. 4x هم سر جا خوب باشه، مساوی به 2 سر جا خوب باشه، منفی 6 که بره به اون طرف میشه چی؟ مثبت 6.
چهار دون اکس مساوی میشه به 8. اطراف تقسیم 4 که بسازیم 4 و 4 تمام میشه، 8 تقسیم 4 هم 2، پس یک اکس مچن شد 2 شد. حالا بیاییم وای پیدا بکنیم. دو وای جمع سی مساوی به 13، دو وای خودیو مساوی به 13 خودیو مثبت سی میبی طرف میشه منفی 3، دو وای مساوی میشه به مثبت 10. اطراف تقسیم یک ضریب مجهول یا وای میسازیم، وای مساوی میشه به 5. پس x شد 2، y شد 5. بیاییم قیمت گذاری کنیم. x رو بذاریم 2. 4 ضرب 2 8. 8 منفی 6 میشه چند؟ 2. y هست 5. 2 ضرب 5 10. 12 13. 1 2 شد 1 13. 2 و 13. پس کاری که ما کردیم درسته. و سوالات کانکور اگر به همچه سوالات برخوردیم نیاز به کار کردن نیه. اما جورهایی که برای شما داده میشه بریم قیمت گذاری بکنیم. اگر دیدیم که x و y A ترتیب x و y بعدی شد جواب درسته. این اگر این جوره مساوی به این جوره شد جواب درسته. همون برای مکتب باید کامل موضوع یاد داشته باشم. سوال بعدی، گفته شده که اگر دو تا جوره مرتب داشته باشیم، x مثبت 3 منفی 3 یک جوره، جوره بعدی 2 و y منفی 1، اینا با هم مساوی هم باشن، علامت مساوی به خود سوال ننداخته ولی گفته با هم مساوی باشن، x و y شما پیدا بکنید. زمانی که گفت با هم مساوی باشن پس اونها ما رو باز کرد، برای ما کار یاد داد، برای ما نقل داد. زمانی که گفت مساوی باشن یعنی چی؟ یعنی x و x همین جوره اول با x جوره دوم مساوی باشه، y جوره اول با y جوره دوم مساوی باشه، یا مختصه اول با مختصه اول، مختصه دوم با مختصه دوم مساوی باشه، x با x، y با y. به چند لحجه میگم، به چند روش میگم که خوب بفهمه. x جمع 3 مساوی به 2 باشه و y منفی 1 مساوی به منفی 3 باشه. فرق نمی کنه چی بگم منفی 3 مساوی به y منفی 1، چی بگم y منفی 1 مساوی به منفی 3، هیچ تفاوتی نداره. به خاطر اینکه کار به راحت‌تر انجام بشه کار کرده. x جمع 3 مساوی به 2، x خودیو مساوی خودیو، این 2 خودیو، اعداد ثابت پیش هم میایند، مثبت 3 به دو طرف میشه منفی 3، x مساوی میشه به منفی 1، پس x پیدا کردیم شد منفی 1، y منفی 1 مساوی به منفی 3، y خودیو منفی 3 خودیو، منفی 1 به دو طرف میشه چی؟ مثبت 1، پس y مساوی میشه به منفی 2. پس x رو پیدا کردیم، y رو پیدا کردیم. حالا بیایم قیمت بگذاریم. x رو میذاریم منفی 1، منفی 1 جمع 3 میشه مثبت 2، y بود منفی 2، بیم y به یک قسمت منفی 2 بگذاریم، منفی 2 منفی 1 میشه منفی 3. پس ببینیم منفی 1 که گذاشتم شد 2، ای از 2، منفی 2 که y گذاشتم شد منفی 3، ای از منفی 3. دیدیم با هم دگر مساوی هم. این دو مثال، یک مثال هم قبلا کار کردیم، سه مثال. مثال چهارم کم تفاوت داره. گفته شده که اگر x منفی 2y جوره مرتب اول هست، x منفی 2y و 2x جمع y یک جوره، جوره دوم مساوی باشه با 3 و 1، قیمت ها x و y شما پیدا بکنیم. مساوی هم گذاشته دیگه، پس کاری که ما میکنیم x ها با x ها مساوی میشه، y ها با y ها. x ها با x ها، y ها با y ها یعنی چی؟ ما گفتیم که در یک جوره مرتب رقم اولی نمایندگی از x میکنه، رقم دومی نمایندگی از y میکنه. رقم اولی نمایندگی از x، رقم دومی نمایندگی از y. x ها با هم مساوی، y ها با هم مساوی باید باشن. خب بیایم همین کار انجام بدیم. x منفی 2y باید مساوی باشه به 3 و 2x جمع y باید مساوی باشه به 1. به همین قسمت سوال باید کم فکر بکنیم که چی قسمی سوال کار بکنیم. به این دوستا بخاطر اینکه سوال کار بکنیم، چون دو تا مجهول داریم به هر بخش خوب، به هر جوری مرتب، کاری که میکنیم اینه که بعد یک مجهول را از بین ببریم، یا اکسر یا وایر از بین ببریم. خب چی قسمی کار میکنیم؟ اگر ما بیام جوره مرتب 2x جمع y این اگر بیام، یعنی پایینیر اگر ضرب 2 بسازم، هم این طرف هم این طرف کدام مشکل ایجاد نمیکنه، چون زمانی که ضرب و تقسیم میکنیم اگر به هر دو طرف ضرب و تقسیم میکنیم در مساوات تغییر ایجاد نمیشه. 2 ضرب 2 میشه 4 دونه x جمع 2 ضرب y میشه 2 دونه y مساویه به 1 ضرب 2 میشه 2. حالا این شکل به خود خود گرفت. زمانی که این شکل به خود خود بگیره،
دیم زیر از یه خط بکشیم. جمع تفریق افاده ها الجبری ها چمانه؟ x جمع 4x میشه 5 دونه x. منفی 2y با مثبت 2y تمام میشه، مساوی میشه به 3، جمع 2 هم 5. پس کار که ما کردیم اینه که یکی از مجهولا رو از بین بردیم، y از بین بردیم. خب ای y چی کسون میتونه از بین بردیم؟ زمانی میتونه از بین بردیم که این منفی 2y ای باشه مثبت 2y. ای کار چی کسون کردم؟ طرفین ضرب 2 ساختم. 2 ضرب 2x 4x، 2 ضرب y 2y، 2 ضرب 1 میشه 2. حالا x جمع 4x جمع تفریق کردیم. x جمع 4x 5x، منفی 2y با مثبت 2y تمام شد. 3 جمع 2 میشه 5. چرا این کارو کردم؟ چون یک مجهول باقی مونده بتونم پیدا بکنم. 5x مساوی شد به 5. 5x مساوی شد به 5. حالا 5x که مساوی شد به 5، اطراف تقسیم ضریب x یعنی 5 که بسازیم، x مساوی میشه به 1. x پیدا کردیم. x چند شد؟ 1. حالا همین x که 1 شد، بریم همین x رو یکی از این معادله ها بگذاریم، یکی از این مساوات بگذاریم که y پیدا بشه. فرق نمی کنه. رو از این بگذارم میشه، رو از این بگذارم میشه، رو از این هیچ تفاوتی نداره. x منفی 2y مساوی به 3. به جای x چی میگذارم؟ 1، چون 1 پیدا کردم. 1 منفی 2y مساوی به 3. منفی 2y مساوی به 3 خودیو. یک مثبت در اون طرف میشه منفی چند؟ 1. منفی 2y مساوی به 3 منفی 1 میشه 2. اطراف تقسیم منفی 2 که بسازیم، منفی 2 با منفی 2 تمام میشه، 2 تقسیم 2 1، مثبت تقسیم منفی هم منفی. پس y پیدا شد منفی 1. همین x که 1 پیدا شد، اگر بیم همین x رو از این بگذاریم، بازم y پیدا میشه منفی 1. رو از این بگذاریم x x 1 بگذاریم، بازم y پیدا میشه منفی 1. یک هیچ تفاوت نداره، رو هر کدوم بگذاریم y پیدا میشه. پس x پیدا کردیم شد 1، y پیدا کردیم شد منفی 1. حالا همین کارا رو که انجام دادیم، بریم قیمت گذاری کنیم ببینیم که درست هست یا نه. x پیدا کردیم 1، y پیدا کردیم منفی 1. 1 منفی 2 ضرب منفی 1 میشه چند؟ منفی 2. منفی 2 با این منفی ضرب بخوریم میشه مثبت 2. مثبت 2 1 میشه 3. x شد 3، یم 3 شد، یم 3 شد. x پیدا کردیم 1، y منفی 1. 2 ضرب 1 میشه 2، 2 منفی 1 میشه مثبت 1. میدیم بازم مثبت 1 به دست آمد. پس سوال سوم، چهارمی که با هم کار کردیم کمی تفاوت داشت. تفاوت هم این بود که دو تا مجهول بود. زمانی که دو مجهول باشه، تنها کاری که میکنیم یا بهترین روش هم اینه که یک مجهول را از بین ببریم. خب یک را از بین بردم، x پیدا کردم. از رو x رفتم قیمت x رو داشتم رو یکی از مساوات یا ای تفاوت نمیکنه، y پیدا کردم. y رو که پیدا کردم، اومدم قیمت گذاری کردم، دیدم درسته. پس کاری که ما کردیم درست بود. بازم 3-4 مثال دیگه با هم کار میکنیم تا موضوع بهتر فهمیده بشه. سه مثالی که حالا با هم کار میکنیم خیلی مثال ها جالب و مثال ها حیاتی هستند در بحث جوره های مرتب. مثال اول گفته شده که اگر دو تا جوره مرتب داشته باشیم، یکی از 4a جمع 1 جوره مرتب هست، 4a جمع 1 و 2b جمع a یک جوره مساوی باشه به جوره مرتب دومی 5 و 3a منفی 4 دونه b. قیمت های a و b شما پیدا بکنید. قیمت ها چی پیدا بکنید؟ a و b. به این دوستا زمانی که دو مجهول داخل جوره مرتب باشه، طبق مثال قبلی که با هم کار کردیم گفتیم یک مجهول از بین ببرید. اما کار رفتان نیاز به این کار نیه. میتونیم که شما یک مجهول رو پیدا بکنیم، قیمت رو بگذاریم مجهول بعدی هم پیدا بشه. خب چی کسیم این کار رو میکنیم؟ گفتیم زمان دو تا جوره مرتب با هم مساوی هم که مختصه اول با مختصه اول، مختصه دوم و مختصه دوم مساوی باشه. خب مختصه اول از 4a جمع 1 با مختصه اول یعنی 5 باید با هم مساوی باشه. مختصه اول مختصه اول 4a جمع 1 مساوی به 5. 4a خودیو مساوی خودیو 5 خودیو 1 که بره به این طرف بشه منفی 1. 4a مساوی به 4، اطراف تقسیم 4 که بسازیم ضریب چی؟ مجهول چیه؟ 4. اطراف تقسیم ضریب مجهول بسازیم، a مساوی میشه به 4 تقسیم 4 1. r پیدا کرد. حالا که r پیدا شد، مختصه دوم هم گفتیم باید مساوی باشه به مختصه دوم. 2b جمع a مساوی باشه به 3a منفی 4 دونه b. دو جوره مرتب زمانی مساویه که
مختص اول به مختص اول، مختص دوم به مختص دوم مساوی باشه. یا اولی میگفتیم x دومی y، اولی x دومی y، x x x ها با هم مساوی باشه، y ها با هم مساوی باشه. حالا ما ا پیدا کردیم، هر جا ا بود به جا ا میذاریم یک، به جا ا چی میگذاریم؟ یک. بازم به جا ا که یک بگذارم، سه ضرب یک میشه سه، پس این پاک میکنم به جا میگذارم سه. دو بی جمع یک مساوی به سه منفی چهار داره بی. فرق نمی کنه که من دو بی ببرم اون طرف یا منفی چهار بی بیارم به این طرف، هیچ تفاوت نمی کنه، باید مجهولا پیش هم جایست عدد ثابت پیش هم. این دو بی خودیو منفی چهار بی که به بی طرف بشه مثبت چهار دونه بی مساویه به سه، سر جا خوب باشه یک بر اون طرف میشه منفی یک، دو بی و چهار بی میشه شیش دونه بی مساویه به سه منفی یک دو، اطراف تقسیم ذریب بی یعنی شیش که بسازیم، شیش به شیش تمام میشه، بی مساوی میشه به یک دوتا دوتا سه دوتا شیشتا، بی شد یک بر سه. پس همینطور پیدا کردیم ا شد یک و بی شد یک بر سه. حالا این مرحله بود که با هم کار کردیم، ا پیدا کردیم، جواب ا گذاشتیم برو بی، بی هم پیدا شد. حالا ببینیم امتحان کنیم. شاگردایی که نوت میگیرن متوجه باشیم من اگر تخته پاک میکنم کم راحته، کلیپ میانیم عقبتر استاپ میکنیم و بعد مینویسیم و بعد از او ادامه میدیم. بیرم قیمت گذاری کنیم این درست میشه یا نه. به جا ا میگذارم چند؟ یک. چهار ضرب یک جمع یک، چهار ضرب یک میشه چند؟ چهار، چهار و یک میشه پنج، دیدیم x و x مساوی شد، این هم پنج شد، این هم پنج شد. حالا بریم به بعدی، دو بی جمع ا، دو بی یعنی دو ضرب بی بود یک بر سه، جمع ای هست یک، دو ضرب یک میشه دوی بر سه جمع یک، یک ستا ستا سعودی هم میشه پنج بر سه، پس دو بی جمع شد پنج بر سه. بمیریم این طرف هم میشه یادم سه ای منفی چار بی، سه ضرب ای هست یک، سه ضرب یک میشه سه منفی چهار، ضرب به جا بی میگذاریم یک بر سه چون پیدا کردیم، سه منفی چهار ضرب یک میشه چهار بر سه، سه ضرب سه میشه نو، نو منفی چهار میشه پنج بر سه، ای طرف هم پنج بر سه، ای طرف هم پنج بر سه. هر دو وای چی شد؟ هر دو تا از وای ها شد پنج بر سه و هر دو تا از اکس ها ایم پنج شد ایم پنج، دیدیم قیمت گذاری کردیم کاملا درست بود. یک مثال دیگه، مثال ها از این مثال ها دیگه، مثال ها جالبتر و سختر دیگه نبود که من کار بکنم. مثال بعدی گفته شده که اگر یک جوره باشه منفی دو به توان این جمع یک وای مثبت یک دو اکس منفی سه مساوی باشه به منفی هفت و صدون این و پنج. شاید بگیم ایخو اکس و وای نیه، از اکس و وای بیشتره، این فقط طرح سوال مثل طرح جوره مرتبه، اما از ما جوره مرتبه نخواسته، دیگه چیزی خواسته. طرح سوال این همونه، اگر یک جوره باشه منفی دو به توان این جمع یک یکیه، وای جمع یک دو تا، دو اکس منفی سه ستا، جوره بعدی باشه منفی هفت و سه اینو پنج. شما گفته بریم قیمت دو این جمع وای منفی اکس پیدا بکنه، از رو از این ها ای پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی که خود سوال از ما این رقم خواسته که شما بریم قیمت این رو پیدا کنیم، وای رو پیدا کنیم، اکس رو پیدا کنیم و بعد بیم قیمت گذاری کنیم این جواب اصلی پیدا بکنیم. خب ما این همی کار میکنیم، از جوره مرتب استفاده میکنیم، از قانونی که جوره مرتب داشت، مختصه اول باید مساوی باشه با مختصه اول، مختصه دوم مساوی باشه با مختصه دوم، مختصه سوم مساوی باشه با مختصه سوم. یا اگر این رقم بود چون ست تایه x y z، x مساوی باشه به x، y مساوی به y، z مساوی به z باشه، هر رقم بگیم درسته. این سوال خوب سوال جالبیه، منفی دو به توان این جمع یک مساوی به منفی هفت، مختص اول مختص اول، منفی دو به توان این مساوی به منفی هفت خودیو مثبت یک بره بوتراب میشه منفی یک، منفی دو به توان این مساوی به منفی هفت و منفی یک میشه منفی هشت. حالا به این قسمت بجا منفی هشت میتونم چی بنویسم؟ منفی دو به توان سه، بجا هشت دو به توان سه بنویسم. چرا این کار کردم؟ ما بحث داریم به نام معادلات نمایی، مساوات نمایی. در معادلات نمایی که است اگر قاعده ها مساوی باشه جواب چیه؟ توان های. اگر قاعده ها مساوی باشه
از قاعده ها صرف نظر میکنیم، جواب توان های n مساوی به 3، n مساوی شد به 3، پس n پیدا کنیم، n چند شد؟ 3 شد، n مساوی به 3. خب یک جزء سوال. جزء بعدی، y جمع 1 مساوی به 3 دونه n. خب قرار از اینکه این کار بکنیم 3n گفتیم، n چند شد؟ 3، پس به جا n 3 میگذارم، ضرب 3، 3 ستا میشه چند تا؟ 9 تا. y مساوی میشه به 9، 1 به رو طرف میشه چند؟ منفی 1. y مساوی میشه 9 منفی 1 هم 8، پس y را پیدا کنیم شد 8. y مساوی میشه به 8. جزء سوم سوال، جزء سوم سوال هست 2x منفی 3 مساوی به 5. 2x مساوی به 5 خودی و منفی 3 به طرف بشه مثبت 3. 2x مساوی به 5 و 3 8، اطراف تقسیم زیری به x، یعنی 2 که بسازیم x مساوی به 4. x را پیدا کنیم شد 4. x مساوی به 4. حالا مجهولا تمام اینا پیدا شد. حالا بیم چی بکنیم ما؟ قیمت اصلی پیدا کنیم. گفته از رو همین جوره ها شما بیم 2n جمع y منفی x پیدا بکنیم. خب با این کار رو میکنیم، 2n 2 ضربه به جا n میگذاریم قیمتی رو 3، جمع y پیدا کردیم چنده؟ 8 منفی x پیدا کردیم 4. البته متوجه باشیم اگر مثلا من y منفی 8 پیدا میکنم، این منفی با این مثبت ضرب میخورد، این فراموش نکنیم. اگر x منفی 4 پیدا میکدم، این منفی با این منفی ضرب میخورد، مساوی میشه به 2 ضرب 3 میشه چند؟ 6، جمع 8 منفی 4، 6 تا 8 هم 14، منفی 4 مساوی به 10. پس اگر ما دو تا جوره مرتب داشته باشیم که به این شکل باشه، با هم مساوی باشن، قیمت 2n جمع y منفی x میشه چند؟ 10. قیمت پیدا کردیم ما. حالا برای از اینکه شما بریم یک تمرینی برای شما بشه، ما n هم داریم، y هم داریم، x هم داریم، بریم قیمت های رو بگذاریم ببینیم این هم با هم مساوی میشن یا نه. اما جواب اصلی 10 که از ما خواسته پیدا شده. و سوال آخری، سوال آخری هست، اگر یک جوره باشه 3x منفی 2y و 2 به توان x مثبت y، جوره بعدی هم باشه x و 8 به توان منفی 2، گفته شما جوره مرتب x و y به دست بیاریم. از ما جوره مرتب خواسته، قیمت x و y نخواسته، جوره مرتب x و y گفته به دست بیاریم. همین که قیمت x و y به دست بیاریم، انگار جوره به دست آورد. چون گفته مساویه، علامت مساویه انداخته، پس مختصه اول باید مساوی باشه به مختصه اول، مختصه دوم باید مساوی باشه به مختصه دوم باید باشه، یا مختصه اول x میگفتیم، مختصه دوم y میگفتیم، x باید مساوی به x، y باید مساوی به y باشه. خب باز هم سوال ساده، 3x منفی 2y صدون x منفی 2y مساوی به چی؟ x. 3x خودیو x میارم به این طرف میشه منفی x، مساوی خودی رو 2y میبرم به اون طرف، منفی 2y طرف بره میشه مثبت 2y. چون 2 مجهول داریم چی میکنم اینا؟ از هم جدا میکنم. 3x که یک x از بره میانه 2 دونه x مساوی به 2 دونه y. حالا سوال میتونم کار بکنم؟ نه خیلی، اطراف اگه تقسیم ضریب نمیتونم بسازم، چون یک x هم دارم y دارم، 2 تا مجهوله، 2 تا مجهول که بود مساوی امین رو بگذاریم شما. بیم از رو مختصه دوم و مختصه دوم بیم y یا x یک پیدا بکنیم و بعد قیمت گذاری کنیم. 2 به توان x جمع y این مساوی قرار میدیم به 8 به توان منفی 2. خب باز هم خوب توجه کنیم، به این قسمت ما گفتیم چون 2x مساوی به 2y، ما نمیتونیم اطراف تقسیم ضریب بسازیم، چون یک x داریم یک y، دو تا مجهول داریم، یکی باشه به این کار میکنیم، اما چون دو تایی نمیتونیم. حالا به این طرف شکل چی به خود رو گرفته؟ معادلات نمایی. معادلات نمایی معادلات هم که توان اینا چی باشه؟ یکی از حروف الجبری باشه، حرف باشه. ببینیم حرف. یکی دو تا هرچی بود میشه معادلات نمایی. حالا ما باید ببینیم معادلات نمایی چطوری کار بکنیم که قاعده ها اگر مساوی باشه، ما از قاعده ها صرف نظر میکنیم. چی قسم قاعده ها رو مساوی بسازیم؟ به این شکل. 2 به توان x جمع y خودی مساوی به
8 به توان منفی 2 فرض کنیم 8 به توان مثبت 2 باشه، 8 به توان 2 64 میشه یا نه؟ بله. همین 64 میتونم بشک بنویسم 2 به توان 2 کل به توان منفی 3. بشک میتونم بنویسم؟ بله. چرا بشک نمیشتم؟ 2 به توان 2 میشه 4، 4 به توان منفی 3 بازم اون 64 میشه. به علامت کار نداره ولی فعلا. دو ضرب سه میشه چند؟ 6. 2 به توان 6 تن میشه چند؟ 64. هیچ تفاوتی نکرد. خب چرا ما این کار کردیم؟ حالا میگیم 2 به توان x جمع y مساویه به 2 به توان 2 ضرب منفی 3 میشه منفی 6. حالا خب توجه کنیم قاعده ها مساوی شد یا نه؟ بله. این کار کردیم به خاطر اینکه قاعده ها مساوی شد. قاعده ها مساوی شد. حالا که قاعده ها مساوی شد قاعده ها صرف نظر میکنیم جواب چی میشه؟ توان ها مساوی قرار میگیره. جواب میشه توان ها x جمع y مساوی به منفی 6. بیشک. حالا ما اکسر به قسمت داریم دو دونه اکس. خب توجه کنید اینا به هم ربط داره این سوالا. بخاطر همین اینا کار میکنم. اکس چیه؟ دو دونه اکس. یک دفعه میام همین اکسر دو دونه اکس میگذارم. دو دونه اکس میگذارم مساوی به منفی 6 قرار میدم. یک دفعه وای که اصلا دو دونه وای. یک دفعه وای دو دونه وای میگذارم مساوی قرار میدم به منفی 6. یک دفعه به جا x میگذارم دو دانه x مساوی به منفی 6 قرار میدم، یک دفعه به جا y دو دانه y میگذارم مساوی قرار میدم به چی؟ به منفی 6. حالا چرا این کارو میکنم؟ چون x جمع y هیچ وقت منفی 6 نمیشه. من قیمتا x جمع y ندارم. زمانی که قیمت x جمع y ندارم اما قیمت مساوات از اینا رو دارم. قیمت مساوات اینا چیه؟ 2x مساوی به 2y. یعنی هر جا x دیدی بگذار 2x، هر جا y دیدی بگذار 2 دانه وای بذار. همین مساوات همین معنا رو داره. پس این فراموش نکنیم. خیلی مهمه. 2x مساوی به منفی 6. اطراف تقسیم ضریب x یعنی 2 بسازیم. x ما مساوی میشه به منفی 3. و اطراف تقسیم ضریب y یعنی 2 که بسازیم y مساوی میشه به چی؟ منفی 3. پس جوره مرتب ما ساختیم. جوره مرتب چیه؟ x یا هست منفی 3. y یا هست منفی 3. هر تا x و y هست منفی 3. پس اگر ما تو جوره مرتب به این شکل داشته باشیم جوره مرتب x و y چیه؟ منفی 3 و منفی 3 که این همه کار بدیم تا به جواب رسیدیم. این دفعه دیگه این سوال میگم مختصر اول مساوی به مختصر اول قرار داده میبینیم x منفی 2 مساوی به x. x آوردیم به این طرف شد چی؟ دو دونه x شد. 2y بردیم به اون طرف 2y شد. 2x مساوی به 2y. این یعنی چی زمانی که به هم چه جای برخوردیم؟ یعنی که هر جا از این به بعد هر جا x دیدی بگذار 2x، هر جا y دیدی بگذار دو دونه y. خب ما این کارو میکنیم. 2 به توان x جمع y مساوی به 8 به توان منفی 2. قبل از اینکه ما بیایم حتی x دیدیم 2x هر جا y دیدیم 2y بگذاریم یک چی داریم؟ معادله نمایی داریم، مساوات نمایی داریم. همین رو اول کار بکنیم. 8 به توان 2 میشه 64. به جای همین 8 به توان 2 نمیشون 2 به توان 2 کل به توان منفی 3 که میشه 64. چرا کار بکنم؟ چون قاعده ها مساوی بشه. زمانی که قاعده ها مساوی بشه طبق معادلات نمایی از قاعده ها صرف نظر میکنیم جواب میشه توان ها. توان ها مساوی قرار میگیره. x جمع y مساوی به منفی 6. حالا به جای x 2x گذاشتم، به جای y 2y گذاشتم، مساوی به منفی 6 قرار دادیم. جوره مرتب درست شد. چرا من به این قسمت نتونستم سوال کار بکنم؟ به خاطر از اینکه اگر به این قسمت سوال کار میکردم x جمع y من قیمتی رو ندارم اما مساواتی رو دارم. مساواتی هست 2x مساوی به 2y. به جای x 2x گذاشتم، به جای y 2y گذاشتم، مساوی به منفی 6 قرار دادم. جوره مرتب به دست آمد. چون جوره مرتب x داره یک y داره پس اینو جدا جدا کار کردم. x رو جدا کار کردم، y رو جدا کار کردم. پس x شد منفی 3، y شد منفی 3، هر دو شد منفی 3. پس جوره مرتب هست منفی 3 و منفی 3. خب بحث جوره های مرتب از لحاظ مساوات یا از لحاظ مساوی بودن به همین قسمت تمام میشه. حالا طبق درسایی که قبلا با هم خواندیم یک نقطه رو چی رقم رو گراف نشان بدیم این موضوع رو حالا با هم کار میکنیم. مثال گفته شده جراهای مرتب زیر رو در گراف نشان دهید. از A داریم تا به J. یا گفته رو گراف شما نشان بده. خب بیاییم ما همین رو گراف نشان بدیم. یک معلومات مختصر درباره گراف یا نمو سیستم مختصات قایم. این دوستا گفتیم سیستم مختصات قایم یا مستوی کارتیزنی خودی رو از دو تا محور تشکیل شده، دو تا خط، یک محور x که سمت راست مثبت x، سمت چپ منفی x، یک محور y که به شکل عمودیه که بالا مثبت y، پایین منفی y، مثبت x یعنی تمام قیمت هایی که مثبت باشه، منفی x تمام قیمت هایی که منفی،
مثبت با تمام قیمتهایی که مثبت، منفی با تمام قیمتهایی که منفی. طرف x به نام محور فاصله یاد میکردم، طرف y به نام محور ترتیب یاد میکردم. در جورهای مرتب همیشه گفتم که سمت چپ به نام x، سمت راست به نام y. سمت چپ همیشه x، سمت راست همیشه y. حالا گفتم این جورها مرتب به روی گراف شما نشان بدیم. ما گفتیم که سیستم مختصات قایم زمانی که یک محور x با یک محور y اینا با هم یک جا میشن، شکل عمودی به خود خود میگیره و مبدا از اینا به نام او یاد میشه، زمانی که همچون شکل به وجود میایه، انمی محور x و انمی محور y انمی سیستم به چهار قسمت تقسیم میکنن. این چهار قسمت به نام ناحیه یاد میشه. این ناحیه اوله، ناحیه دوم، ناحیه سوم و ناحیه چهارم. ناحیه رو فراموش نکنید. این ناحیه نامگذاری از یا خلاف عقربه ساعته که باز انشاءالله به فصل سوم، به فصل دوم از سنفده با هم میخوانیم، فصل تابر. در کل که این ناحیه باز به نام ربع هم یاد میشه، به نام حجره هم یاد میشه که باز انشاءالله وقت بیشتر میگیم. حالا فقط بفهمیم که محور x و محور y زمانی که رو هم قرار میگیرن یک شکل چهار قسمتی رو برای ما به وجود میارن که این شکل چهار قسمتی نامگذاری خلاف عقربه ساعت. عقربه ساعت به این شکل دور میخوره اما اینا خلافه. یک، دو، سه و چهار. چهار ناحیه میشه. یکی مشخصات این ناحیه چیه؟ باز انشاءالله بعدا با هم بگیم. حالا چی قسم این جورا مرتب ما رسم بکنیم؟ خیلی ساده. نقطه A. X و 5. X یعنی چی؟ فاصله. گفتیم که محور X محور فاصله یه. فاصله یا چنده؟ فاصله هست 5. خب ترتیب یا چنده؟ پیش خوب بنویسیم. ترتیب یا هست باز هم 5. X یا هست 5. 5 چیه؟ مثبت. پس طرف مثبت هم یه. بیایم بشماریم. 1, 2, 3, 4, 5. یه از 5. ترتیب یا چنده؟ باز هم 5. 5 چیه؟ مثبت. پس طرف مثبت هم یه. 1, 2, 3, 4, 5. همین دو قسمت رو بیم با هم وصل کنیم. این رو ببریم بالا، این رو بیاریم به این طرف وصل کنیم. الان این قسمتی که وصل کردیم میشه نقطه A. با مختصات چیه؟ 5 و 5. میگن نقطه A با مختصات 5 و 5. مختصات یعنی چی؟ این تمام نقاطی که رو محور X یا رو محور Y باشه. یا این رقم میگم نقطه A که مختصه X یا 5 و مختصه Y هم 5. این شد نقطه A. حالا نقطه B نشان بدیم. نقطه B فاصله چیه؟ صفره. فاصله و صفر. پس فاصله یک قسمته. صفر. اما ترتیب یو هست 3. 1, 2, 3. یک قسمته. این را میگسون نگاه میداریم. یا به قسمت 3 مینویسیم چی؟ نقطه B. نقطه C. X یو هست منفی 1. یا فاصله یو هست منفی 1. فاصله که منفی 1 باشه یک قسمت منفیه. پس یک قسمته. منفی 1. از صفر به طرف چپ که بیاییم منفی میشه. منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4، منفی 5. یه بسون میره. x یو هست منفی 1. ترتیب یا y یو هست 1. الان y چیه؟ مثبته. پس یه قسمته. این دو تا رو با هم وصل کنیم. این میشه نقطه C با مختصات 1 و منفی 1. درستیم منفی 1 و 1. میریم برو D. D فاصله یا هست یا x یو هست 2. خب 1، 2. اما ترتیبی هست منفی 1. ترتیب این چیه؟ این وای. وای هست منفی 1. منفی 1 میه به چی؟ به پایی میه. منفی وای. یعنی منفی 1. این هم به هم وصل میشن. به نام چی میشه؟ نقطه دی. نقطه بعدی. منفی 3 و 1 داریم ما. منفی 3. یعنی اکس یو هست منفی 3. چون منفی میه به طرف. منفی 1، منفی 2، منفی 3. وای چنده؟ هست 1. یعنی قسمت چی از وایه؟ وای 1. پس این میایی به طرف وای میایی. بسته میشه همین شکل. نقطه بعدی. F هست منفی 1. F میشه منفی 1 و منفی 2. یعنی X و وای. X یا هست منفی 1. خب این پاک میکنم برای فعلا. یک دیگه راست میکنم چون این خیلی شد. X
اکس یا هست منفی یک، این طرف منفی اکس، مثبت اکس، مثبت وای، منفی وای. اکس هست منفی یک، پس میره طرف منفی، ای از منفی یک. وای هست منفی دو، میره طرف منفی، منفی یک، منفی دو. اینها به هم وصل میشه. این نقطه نقطه چیه؟ نقطه F. نقطه بعدی نقطه G. X یو هست یک، X یک، یک چی؟ مثبت. Y هست چهار مثبت. پس بیم روی چهار مثبت. یک، دو، سه، چهار. اینا را با هم وصل کنه. این نقطه چی بود؟ نقطه G. نقطه H. X یو هست منفی دو. منفی یک، ای از منفی دو. وای هست چهار اشار پنج. خب چهار اشار پنج چیه؟ مثبت. به طرف مثبت میره. یک دو سه چهار، فرض کنیم این باشه چهار اشار پنج. نیار با هم وصل میکنه. این نقطه چی شد؟ H. نقطه بعدی آی. اکس یو هست هفت، ای شد یک دو سه چهار پنج شیش هفت. وای چنده؟ صفر. صفر این قسمت. پس به می هفت آی را من داریم همین قسمت. و نقطه آخری یا جی، صفر و صفر، یعنی اکس و وای هر دو تا صفره. پس همین قسمته که اکس و وای همیشه به می قسمت مبدا صفر و صفره. اکس و وای همیشه به مبدا چیه؟ صفر و صفر. یعنی نقطه نقطه چیه؟ جی. پس یاد گرفتیم که ما چی قسمت میتونیم جرا مرتب به رو گراف یا به رو سیستم مختصات قائم نشان بدیم. حالا چی قسمت اینا خوانده میشه؟ این قسمت میخونیم. میگیم ا با مختصات 5 و 5، B با مختصات 0 و 3، C با مختصات منفی 1 و 1، D با مختصات 2 و منفی 1، E با مختصات منفی 3 و 1. حالا یک رقم دیگه میگیم. A با مختصات 5 و 5 یعنی چی؟ یعنی A X و 5، Y هم 5. B با مختصات 0 و 3 یعنی چی؟ یعنی B X و 0، Y و 3. C با مختصات منفی 1 و 1 یعنی چی؟ یعنی که C X و منفی 1، Y و 1. طرف سمت چپ x ها، طرف سمت راست به نام y ها یاد میشه. همین x ها به نام فاصله، همین y ها به نام ترتیب هم یاد میشن. پس یاد گرفتیم که چی قسم جرا مرتب ما به رو شکل نشان بدیم. حالا موضوع بعد اینه که چی قسم همین جرا مرتب ما به رو جدول نشان بدیم، یعنی ارائه جدولی. ارائه جدولی جراهای مرتب. جراهای مرتب، چون ما در جراهای مرتب هم x داریم و هم y داریم، پس بالا x پایین y. حالا این جراه مرتب از a شروع شده تا به j ادامه پیدا کرده، پس این بالا می نویسم a b c d e f g h i و j. حالا به زیر هر کدوم مختصاتی هم می نویسیم. به نقطه a x یو چنده؟ 5. پس x یو 5. y چنده؟ y هم 5. به نقطه b x چنده؟ 0. y چنده؟ 3. به نقطه c x چنده؟ منفی 1. y چنده؟ 1. به نقطه d x چنده؟ 2. y چنده؟ منفی 1. به نقطه e x هست منفی 3، y هست 1. به نقطه f x هست منفی 1، y هست منفی 2. به نقطه H X هست 1 و Y هست 4. به نقطه H X هست منفی 2، Y هست 4 اشاریه 5. به نقطه I X هست 7، Y هست 0. و به نقطه J حالی تا چیم؟ 0. اگه گفتم به شکل جدولی رایه بکنید، برای اینکه به شکل جدولی هم میتونیم شما رایه بکنید، چون یک جور مرتب از X و Y تشکیل شده، پس X هم تمام نقاط X میداریم و Y هم تمام نقطه هایی که از Y داره. فقط همین موضوع رو هم میگم، این بحث رو خاتمه می‌بندیم. یک نقطه همیشه به روی گراف، دوباره میگم این موضوع، یک نقطه همیشه روی گراف از x و y تشکیل میشه، از x و y، چون موضوعی بعدی که من بخوایم همین موضوع از x و y تشکیل میشه. مثلا x و y چیه؟ منفی 1 و 1. منفی 1 و 1 نیار با هم وصل کنیم. الان این نقطه که وجود داره نامی چیه؟ نقطه C. پس یک نقطه هر چی که باشه، به هر جا که باشه، دو چیز به وجود میاد. یا از محور فاصله، یک نقطه همیشه از محور فاصله جمع محور ترتیب به وجود میاد. این فراموش نکنید.
یک نقطه میشه از محور فاصله جمع محور ترتیب به وجود میایه. یعنی حتما یک نقطه x و y 100% داره، امکان داره که یک نقطه چی داشته باشه، x یا تنها y داشته باشه. زمانی که این نقطه به وجود میاره یک نقطه وجود داره x و y 100% داره. حالا که با هم مستوی کارتیزنی یا مستوی قائم یا مختصات قائم با هم شناختیم، حالا می مختصات یک نقطه رو با هم بس میکنیم که یک نقطه بر روی مستوی به نام چی آب میشه. همین موضوع رو حالا با هم بس میکنیم. ببین دوستان، گفته شده که هر نقطه پی، مثلا یک نقطه داریم این نام نقطه پیه، حال توضیح میدم، هر نقطه پی در مستوی مختصات قائم تنها یک جوره مرتب اعداد یعنی x و y و برعکس به هر جوره مرتب اعداد یعنی x و y تنها و تنها یک نقطه پی در مستوی مختصات قائم مطابقت میکند. این هم متنی که داخل کتابه. حالا این موضوعی که یک قسمت ما نوشتیم شرح یا تشریح و به این ترتیبه. ببینید دوستا، میمیم یک نقطه به یک قسمت تشکیل میدم، این خودی چیه؟ مستوی مختصات قائمه. در مستوی مختصات قائم گفتیم که چهار حجره داریم، چهار طبق داریم ما، حجره اول یا ناحیه اول، ناحیه دوم یا حجره دوم، ناحیه سوم یا حجره سوم و ناحیه چهارم یا حجره چهارم. به این نواحی ناحیه‌ای که به شکل خط افقی به نام ناحیه x یاد بشه، طوری که سمت راست یا مثبت x بود، سمت چپ منفی x بود، یعنی قیمت‌هایی که به سمت راست مثبت، قیمت‌هایی که به سمت چپ منفیه. علمی محور x را به نام محور فاصله هم یاد می‌کردند که ما خوانده. و خط بعدی خط عمود بود که این خط عمود بالا و پایین داشت که بالا مثبت y بود و پایین منفی y. کلمی محور عمود را به نام محور ترتیب هم یاد می‌کردند، محور ترتیب یا محور ارتفاع هم بیزی می‌گند. در کل یک شکل مثل ازی برای مستوی مختصات قائم یاد میشه. گفتیم که مختصات یعنی چی؟ یعنی تمام نقاطی که میتونه رو محور x باشه یا رو محور y باشه. اینا رو میگن مختصات، نقطه. حالا خود نقطه زمان تشکیل میشه بر مستوی مختصات قائم که از دو قسمت تشکیل شده باشه، یکی از x یکی از y، از x و y. مثلا میام یک قسمتی از x هم. مثلا مثبت 4 مثبت 2 رو انتخاب میکنم، از y را مثلا مثبت 3 انتخاب میکنم. الان این دو نقطه به هم وصل میکنم. زمانی که دو نقطه به هم وصل کنم، به همین قسمت، قسمت زاویه قائم، یک نقطه تشکیل میشه. الان این نقطه به نام پی یاد میشه. شما میتونیم هر نام به این نقطه شما بدیم. منتها داخل کتاب گفته پی، پس ما مور پی قبول میکنیم. یک نقطه در همین مستوی زمان تشکیل میشه که شما یک رقم از x داشته باشیم، یک رقم از y داشته باشیم. زمانی که یک رقم از x و یک رقم از y داشته باشیم، یک نقطه ایجاد میشه به نام P. این نقطه به کجا ایجاد میشه؟ به این قسمتی که زاویه قایم داره، 90 درجه داره، به این قسمت. اگه به این قسمت باشه، مثلا یک قسمت از منفی x قرار میدم، منفی 2 قسمت میگیرم، به پایین مثلا منفی 6 میگیرم. اینها رو به هم وصل میکنیم. زمانی که اینها رو به هم وصل کردیم، میبینیم باز به این قسمت قایم یا 90 درجه یک نقطه ایجاد شد. کنیم این نقطه رو به نام پیاد میکنیم. پس هر نقطه در این مستوی یک x داره یک y داره، یا x یا مثبت یا x یا منفی، یا y مثبت یا y منفی. مثلا به این قسمت هم x یا منفی هم y منفی، به قسمت هم x مثبت هم y مثبت. بعضی اوقات میشه که x و y منفی باشه، بعضی اوقات میشه که یک x مثبت یک x منفی باشه، که ان شاء الله با هم میخونیم. پس در کل یک نقطه در مستوی از نقطه x و از نقطه y تشکیل شده، این فراموش نکنید. برای قسمت هم گفته هر نقطه پی در مستوی مختصات قائم تنها یک جوره مرتب اعداد داره، یعنی از x و y تشکیل شده. یعنی هر نقطه از x و از y تشکیل شده. و برعکس اگه ما بگیم هر x و y، هر x و هر y یک نقطه تشکیل میده، برعکس هم که بگیم این چیزه، هر x میگیم ای x از این قسمت ما شروع کردیم و هر y من از این قسمت یک نقطه فقط تشکیل میده. پس یک نقطه از x و y تشکیل شده و هر x و y یک نقطه تشکیل میده. این موضوعی که به نام مختصات یک نقطه در مستوی یاد میشه. حالا تمرینی که برام داده شده چیه؟ گفته شده که 8 مثال یک قسمت داده شده که شما انمی اعداد بر مستوی نشان بدید. از نقطه A داریم تا نقطه H، همین نقاط گفته شده بر مستوی شما نشان بده، مستوی مختصات قایم. خب ما اینا نشان میدیم نقطه A. گفته شما بریم یک نقطه تشکیل بدیم، نام یک A بگذاریم.
خب ما گفتیم یک نقطه زمان تشکیل میشه که هم x داشته باشه و هم y داشته باشه. خب که فاصله آن صفر باشه. فاصله چی بوده؟ محور x. خب فاصله به کجا صفر؟ به مبدا. پس به مبدا بعد نه علمی کسی یک نقطه که تشکیل بود و ترتیب آن مثبت 3. ترتیب چی بود؟ y بود. چون y مثبت 3 پس میره بالا، مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3. الان این نقطه به نام نقطه A یاد میکنیم که فاصله و صفره و ترتیبی و مثبت 3. به این شکل جوره مرتب ما میسازیم. به جوره مرتب اول X میگذاریم بعد از او Y، اول فاصله بعد از او ترتیب. حالا همین چی شد؟ یک نقطه شد. یعنی چی؟ یعنی از مبدا شروع شد که صفر بود تا مثبت 3 ادامه پیدا کرد. به این شکل ایران نقطه میکنیم ما. نقطه B. حالا گفته بریم یک نقطه بسازیم نام B بگذاریم. فاصله بازم صفر باشه، پس صفر نه قسمته. فاصله و صفر باشه و ترتیبی و منفی 3 باشه. منفی 3 که گفت یعنی چی؟ ترتیب یعنی محور وای. چون منفی پس طرف پایین میاد. مشماریم منفی 1، منفی 2، منفی 3 نه قسمت. پس یک طرف یو صفر، یک طرف دیگر منفی 3 نه قسمت نقطه میکنیم. پس این چیه؟ صفر و منفی 3. بنابراین چی یاد میشه این نقطه؟ این نقطه A بود، این نقطه نقطه B. مثال سوم، نقطه C. یک نقطه تشکیل بدیم نام C بگذاریم که فاصله یا مثبت 5 باشه. فاصله این چی؟ کدوم محور؟ محور X. خب مثبت 5 گفته، پس طرف مثبت ها باید بریم یا طرف راست باید بریم؟ مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4، مثبت 5. این قسمت علاوه میکنیم و ترتیبی و صفر باشه. ترتیب اینه کدوم قسمته؟ محور Y. خب محور Y ترتیب به کجا صفره؟ به مبدا. به این قسمت پس یک صفر این قسمت قرار میده. پس این شد چند؟ مثبت 5 از X و صفر هم شد از Y. مثبت 5 اول نمیشون. چرا؟ چون X یا فاصله رو اول گفته. بعد صفر دوم نمیشون. چرا؟ چون ترتیب دوم گفته. ببینیم مثبت 5 اول گفته با صفر. مثبت 5 فاصله یا X و صفر ترتیب یا Y. مثال چهارم، نقطه ای تشکیل بدیم که نام D باشه، فاصله یا منفی 5 باشه. فاصله یعنی محور x. منفی گفت طرف چپ میاد، پس میشماریم منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4 و منفی 5. خب یک طرف، طرف بعدی ترتیبی و صفر باشه. خب ترتیب باز میاد با مبدا میشه صفر. پس این نقطه رو ما تشکیل دادیم که فاصله یا هست منفی 5 و ترتیبی یا هست صفر. حالا نام نقطه چیه؟ نقطه D. ما میرم میگذاریم. مثال پنجم، نقطه ای تشکیل بدیم که نام E باشه، فاصله یا مثبت 4 باشه. فاصله باشه مثبت 4، یعنی x یا مثبت 4. چون مثبت گفته طرف راست میه. مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4. ای از مثبت 4، ای از فاصله. و ترتیبی هم مثبت 4 باشه. ترتیب مثبت 4 یعنی چی؟ قسمت y مثبت باشه. قسمت y مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3. این قسمت بشه مثبت 4. حالا ای یک نقطه به ما تشکیل داد. زمانی که یک نقطه تشکیل شد، پس اینا رو به هم وصل می‌کنیم. مثبت 4 و مثبت 4. این قسمتی که گفتم شکل قایمه داره 90 درجه. این قسمت نقطه قرار میدیم. نام از این نقطه هست نقطه ای. مختصاتی چیه؟ یعنی از کجا و کجا گرفته شده؟ x و از مثبت 4 و y هم مثبت 4. نقطه F. نقطه F گفته فاصله یا باشه مثبت 4. فاصله مثبت 4. یعنی قسمت مثبت 4 فاصله. و ترتیبی باشه منفی 4. ترتیب یعنی محور وای. زمانی که گفت منفی پس پایین میاییم. منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4. این قسمت منفی 4. این طور هم به هم وصل میکنیم. زمانی که این طور به هم وصل میکنیم یک نقطه تشکیل میشه به این قسمت قایم. کنیم این نقطه رو به نام چیاد میکنیم؟ به نام چون گفته F پس ما هم F ایراد میکنیم. مختصاتی چیه؟ X و مثبت 4 و Y منفی 4. X فاصله میگن، Y ترتیب میگن. نقطه بعدی نقطه G. نقطه G باز فاصله و منفی 4. فاصله منفی 4. پس زمانی که فاصله گفت محور X، چون منفی گفت طرف چپ، پس میه به منفی 4 به یک قسمت. و ترتیبی هم منفی 4. ترتیب منفی 4 این قسمت بشه. میبینیم میه به پایین میه. محور Y یا ترتیب به پایینه. بازم یک نقطه تشکیل دادیم و میگسمت که این نقطه هم از یکی از x یکی از y. یک مختصه از x داره، یک مختصه از y داره. ما گفتیم یک نقطه زمان تشکیل میشه که یک مختصه از x داشته باشه، یک مختصه از y داشته باشه. حالا این نقطه تشکیل شد. نام از این نقطه چیه؟ نقطه g. خب x و منفی 4 y چنده؟ بباشم x و منفی 4 y هم منفی 4. نقطه آخری نقطه h.
فاصله یا ترتیبی و منفی چهار. منفی چهار فاصله یا منفی چهار، ترتیبی و مثبت چهار. مثبت چهار یعنی قسمته، اینا رو با هم وصل میکنه. این نقطه نقطه جی شد. خب فاصله یا چنده؟ نقطه ات شد. ای منفی چهاره، فاصله یا منفی چهاره و ترتیبی و مثبت چهاره. اینا رو با هم وصل کردیم. پس اگه خوب توجه بکنیم، ما تمام نقاطی که به یک قسمت تشکیل دادیم، هر کدام از این نقاط یک قسمت چی داره؟ قائم به خود خود داره. یک قسمت قائمه، یک قسمت قائمه، یک قسمت قائمه، یک قسمت هم قائمه. لفظ قائمه به خاطر از این استفاده نکنم که یادشان بمونه. یعنی 90 درجه، جایی که 90 درجه باشه یک نقطه تشکیل میشه. حالا ببینیم تک تک اینها 90 درجه تشکیل داده، پس یک نقطه تشکیل شد. حالا یک نقطه طبق تعریف ما گفتیم هر نقطه پی، حالا نام نقطه گفته پی، ما به قسمت گفتیم ا بی سی، هر اسم شما میتونه بگذاریم، هر نقطه پی در مستوی مختصات قائم تنها یک جاره مرتب علاوه بر اکسوای به جمع اطلاق میشه. یعنی چی؟ یعنی که یک نقطه مثل ای هم از x تشکیل شده و هم از y تشکیل شده. یک نقطه مثل g میبینیم هم از x تشکیل شده و هم از y تشکیل شده. یک نقطه باز مثل f هم از x تشکیل شده و هم از y تشکیل شده. ببین چی میگن؟ میگن تعیین مختصات یک نقطه در مستوی میگن. یک مثال دیگه هم کار میکنیم. مثال بعدی گفته شده همین موضوع به دیگه لفظ گفته، گفته نقطه روی محور x. زمانی که لفظ نقطه میگه شما باید درجه بین چی؟ مستوی مختصات قائم رسم بکنید. نقطه روی محور x، این محور x از مبدا کدو قسمته؟ تقاطع بین محور x و y به نام مبدا یاد میشه. به قسمت به طرف راست، طرف راست این قسمته، 6 واحد فاصله، 6 واحد یعنی بریم تا 6، 1 2 3 4 5 6. خب یکی ما از این فهمیدیم که محور x خودی گفته، یکی از این فهمیدیم که گفته فاصله، فاصله رو ما گفتیم میگفتیم محور x. حالا چرا سمت راست رفتیم؟ بخاطر خودی گفته به طرف راست. نقطه بعدی روی محور y، این محور محور y، محور چی؟ محور عمودی. از مبدا به طرف پایین میه، این مبدا بود، میه به طرف پایین، 5 واحد پایین میاد. خب 5 واحد میه پایین، 1 2 3 4 5، یه از 5 چون به طرف پایین اومده منفی 5 میگیم. حالا اینها رو به هم وصل میکنیم. زمانی که اینها رو به هم وصل کنیم یک نقطه ایجاد میشه. کلمه این نقطه مثلا من میذارم پی. مقتصاد این نقطه چیه؟ اکسی و هست 6، وای و هست منفی 5. یا میگم فاصله هست 6، ترتیب هست منفی 5. انمی موضوعی که حالا ما با هم بس کردیم موضوعی بود به نام مختصات یک نقطه در مستوی. طوری که یک نقطه از x و از یک y تشکیل شده. یک مثال دیگه با هم کار میکنیم، این موضوع رو تمام میکنیم. گفته شده نقاط زیر را در سیستم مختصات قائم با هم وصف کنید. یک دفعه دیگه میگم که منظور از x و y چیه که خوب ذهن نشین بشه. این نقاط گفته شده در سیستم مختصات قائم وصف بکنیم. زمانی که یک جوره مرتب شما میبینیم، یک جوره مرتب شکل چی به خود خود داره؟ شکل x و y داره، یعنی به این شکله. یک جوره مرتب داخل یک قوس کوچک یا بزرگ یا متوسط فرق نمیکنه که داخل از یک x باشه یک y باشه. حالا به جا x مثلا به یک قسمت 1، به جا y به یک قسمت 1، به جا x به یک قسمت 2، به جا y به یک قسمت منفی 3. زمانی که دو تا عدد داخل یک قوس بودن الان میگن جوره مرتب. این پس فراموش نکنیم یک موضوع، جوره مرتب همیشه طرف سمت چپ یو x، طرف سمت راست یو y، طرف سمت چپ x، طرف سمت راست y. اینا فراموش نکنیم. پس از جوره مرتب ما فهمیم که نقطه به کجا تشکیل میشه. طرف سمت چپ x، راست y، x y، x y، x y و x و y. حالا گفته همین نقاط شما در نظر بگیریم، هر کدام این نقاط رسم بکنیم و بعد از آخر با هم نقاط رو وصل بکنیم. خب خیلی ساده این کارو میکنیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که مستوی رسم بکنیم. خب این از مستوی. حالا از نقطه اول شروع میکنیم. نقطه اول x یا هست 1، 1 چی؟ مثبت. پس میه به طرف مثبت x، منفی x، مثبت y، منفی y. چون x یا مثبت 1، پس مثبت 1 به این قسمت میگیم مثبت 1.
وایو هست مثبت یک، خب وای میره بالا چون مثبت ای هست مثبت یک. اینا رو با هم وصل میکنیم گیت شکل به خود میگیره. این از نقطه اول. نقطه دوم اکس یو هست دو، اکس هست دو، ای یک ای هم از دو. وای هست منفی سه، پس میه پایین منفی یک، منفی دو، منفی سه، اینها با هم وصل میشن. این نقطه دوم. نقطه سوم اکس یو هست سه، x هسته یک دو ای هسته، y هست یک، y هست یک میگه و نمی قسمت، پس می ای مستقیم به ای وصل بشه. ای را نقطه میکنیم. نقطه چهارم x یا هست چهار، ای قسمت میشه مثبت چهار، y هست منفی سه، منفی یک، منفی دو، منفی سه، ای قسمت بود یا نه، و پس این به منفی سه وصل بشه، یک نقطه هم به ای قسمت تشکیل میشه. نقطه پنجم x یا هست 6، x ما هست 6. مثبت 4، مثبت 5، مثبت 6. y هست منفی 2. یک قسمت چی بود؟ منفی 2 بود. پس نمی به ای وصل میکنیم. منفی 1، منفی 2، منفی 3. این منفی 2 بود. یک نقطه هم پس ای شد. و نقطه آخر x یو هست منفی 4، منفی 4 میه بی طرف، منفی 1، منفی 2، منفی 3 و منفی 4، و y هست منفی 5، منفی 3 تا یک قسمت رفتیم، منفی 4 و منفی 5، اینها رو به هم وصل میکنیم. حالا ما نقاط تشکیل دادیم. زمانی که نقاط تشکیل شد گفته شده حالا همین نقاط رو شما بیاییم با هم وصل بکنیم. ببینیم از این قسمت، از پایین ترین قسمت بریم به بالاترین قسمت. از این قسمت که این نقطه رو با هم وصل بکنم به این شکل، چون ما از روی خطکش استفاده نمی کنیم به خاطر این کمی شاید کج بیاید، متوجه و گپ نباشه. خط بعدی از این نقطه میه به این نقطه، ببینیم خیلی ساده. حالا از این نقطه میه به این نقطه، از این نقطه میه به این نقطه، به این شکل از این نقطه میه به این نقطه. خب دیگه نقطه مونده، بله این نقطه و این نقطه، اینا با هم ماندن. حالا یک نقطه هم از این وصل میکنیم به این طرف، به این شکل. اگر خواستیم این نقطه رو میتونیم وصل بکنیم به این قسمت. خب پس این نقاط رو ما وصل کردیم، از این قسمت رفتیم به این نقطه، از این نقطه به این قسمت، باز بالا، باز پایین، باز به آخرین نقطه. از این نقطه یک خط رسم کردیم تا به آخرین نقطه که به این قسمت بود. این نقطه هم چون گفتم نقاط رو با هم وصل بکنیم، خب مجبوریم نقاط وصل بکنیم. این نقطه هم به این نقطه وصل کردم. میشه که این خط رو شما وصل نکنید. این خطی که این قسمت هست میشه وصل نکنید. وصل نکنیم مشکل نداره. چرا وصل نکنیم؟ به خاطر از اینکه یک نقطه از این طرف به این وصل شده، دیگه نیاز به نقطه بعدی نیست. یک نقطه از این طرف رابسته شده، دیگه نیازی به اینه که ما نقاط دیگر وصل بکنیم. زمانی که رابسته شد دیگه نقطه وصل نکنیم. این قسمت هم رابسته شده، این قسمت هم رابسته شده، پس این قسمت وسطی دیگه لازم نیه. اگر رسم هم بکنیم طبق سوال که گفتین با هم وصل بکنیم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. پس این نقطه هم با هم وصل کردیم. حالا تک تک این نقاطی که با هم ساختیم، مثلا نام نقطه اول میگذارم پی 1، نقطه دوم پی 2، نقطه سوم مثلا پی 3، نقطه چهارم پی 4، نقطه پنجم پی 5، نقطه ششم پی 6 و غیره و غیره. هر کدوم از این نقاط از چی تشکیل شده؟ از یک x و از یک y، از فاصله و از ترتیب. پس یک نقطه زمانی تشکیل میشه که یک فاصله داشته باشه و یک ترتیبی داشته باشه. بدون فاصله و ترتیب هیچ وقت نقطه تشکیل نمیشه. این موضوعی بود که تحت نام مختصات یک نقطه در مستوی با هم مطالعه کردیم و با هم خواندیم. عنوان بعدی که با هم میخوانیم موضوعی به نام متحول و مجهول. اگرچه این موضوع قبلا با هم تکرار کردیم و درس داده شد، اما باز هم به خاطر از اینکه مفهوم تابر بهتر بفهمیم این موضوع رو تکرار میکنیم. فرق بین متحول و مجهول چیه؟ تعریفی قسمت نوشته کردم که فقط اگر شما تعریف رو بخوانیم متوجه میشیم، بدون تشریح. خیلی هم ساده است. گفته شده هر کار در یک مساوات امکان دادن قیمتهای مختلف به یک حرف افاده الجبری وجود داشته باشد، انمون حرف مذکور به نام متحول یاد میشه. در یک چی؟ در یک مساوات. زمانی که در یک عملیه علامت مساوی بود بجه میگن مساوات. حرف الجبری چیه؟ انمی x و y که ما میگیم یا زید یا پی، اینا چیه؟ حروف الجبری.
و یا اگر در یک معادله و یا در یک افاده الجبری برای یک حرف امکان انتخاب اعداد حقیقی زیاد اگر موجود باشه، در این صورت نمی حرف به نام متحول یاد میکنن. پس متحول تا یک صورت دو تعریف داشت. یک تعریفی بود که متحول به نام حرفیه که میتونیم ما برای او اعداد حقیقی زیاد رو انتخاب بکنیم و او جواب بده. یک تعریف. تعریف دومی بود که متحول حرفیه که میتونه قیمتهای مختلف رو به خود خو اختیار کنه. و هرگاه به صورت کلی معنی متحول قابل تغییر اختیاری نباشه، یعنی ما هر قیمتی بزن نتونیم بدیم، اختیار به دست ما نباشه، فقط یک قیمت ماست باشه، الان متحول اسمی عوض میشه به نام مجهول یاد میشه. پس در متحول ما هر قیمتی به خود خود میتونیم به اون متحول میتونیم بدیم اختیاریه، اما در مجهول ما اختیاری قیمت دادن نمیتونیم، باید مول کار بکنیم و قیمتی رو پیدا بکنیم. این موضوع تمام شد. حالا گفت در معادله y مساوی به 2x مثبت 1، y مساوی به 2x مثبت 1، این چی یک معادله x متحوله، یعنی x چیه؟ متحوله. چرا متحوله؟ زیرا امکان گرفتن هر قیمت را دارد. اما y چیه؟ تابعه. y تابعه. چرا؟ اما وای تابع است که برای قیمت‌های مختلف x وای قیمت می‌گیره. وای چیه تابع؟ حالا توضیح می‌دم که چی قسمه. به این معادله وای مساوی به 2x مثبت 1 گفته x چیه؟ متحول. یعنی هر قیمتی ما بزنیم یاد می‌تونیم. شرط گذاشته نشده که بیش شما چی قیمت بدیم. هر قیمتی می‌تونیم بگذاریم. وای مساوی میشه به جای x 1 می‌گذارم. 2 ضرب 1 جمع 1، 2 ضرب 1 میشه 2، 2 1 میشه 3. به جای x می‌گذارم 2، 2 ضرب 2 جمع یک، مساوی میشه به 2 تا 4، 4 و 1 5. به جای x میگذارم مثلا 1/2، 2 ضرب 1/2 جمع 1 مساوی میشه به این 2 با این 2 تمام میشه میمونه 1 جمع 1 2. حالا خوب توجه کنیم، x متحول شد، یک حرف الجبری هست یا نه؟ بله. چرا متحول بیزی میگیم؟ چون نظر به اختیاره که ما داریم، هر قیمت به جای x میتونیم بگذاریم، 1 گذاشتم 2 گذاشتم 1/2 گذاشتم، هر قیمت شما میتونیم بگذاریم. پس زمانی که یک حرف الجبری امکان گذاشتن قیمت به روز زیاد باشه، الان رو به نام چی یاد میکنم؟ متحول یاد میکنم. زمانی که شما اختیار داشته باشین که ببینیم این حرف الجبری در یک معادله الجبری یا در یک افاده الجبری قیمتهای متفاوت بگذارین، اما به نام متحول یاد میکنم. اما وای چیه؟ یک قسمت وای تابعه. چرا تابع میگن؟ وای تابع اکسه. وای تابع اکسه. یعنی چی؟ یعنی هر قیمتی که اکس بگیره وای مساوی به همون قیمت میشه. مثلا من به x دادم 1، وای مساوی به چند شد؟ 3. به x دادم 2، وای مساوی شد به 5. به x دادم 1/2، وای مساوی شد به چند؟ به 2. پس وای تابع به x. به خاطر این بیزی چی میگن؟ وای میگن تابع. پس وای چرا به نام تابع یاد میکنن؟ به خاطر از اینکه وای تابع به x. هر قیمتی که x بگیره وای مساوی به همون قیمت میشه. دیدیم که به این قسمت وای مساوی بود به 2x مثبت 1، اما به این قسمت چون x 1 دادم y مساوی شد به 3، y مساوی شد به 5، y مساوی شد به 2. پس y چی شد؟ تابع به x شد. y تابع میگن، x متحول میگن. باز حالا برعکس این موضوع رو میخونیم که y متحوله و x چیه؟ تابع. این هم باز حالا انشاءالله با هم میخونیم. پس علمی جمله الجبری میگه که میتونم بگم تابع y مساوی 2x مثبت 1. زمانی که برشان میگن تابع y مساوی 2x مثبت 1، تشویش نکنیم که چرا تابع گفت. به این معنای که یعنی وای همین که میگه تابعه، شما میگه که زمانی که میگه وای تابعه، یا شما میگه که x پس متحوله. خب زمانی که x متحول شد، پس شما بیاین پیش خود بگین میگه من قیمت میتونم بی بگذارم برای اختیاری شد. پس زمانی که میگم تابعه وای مساوی به 2x مثبت 1، یعنی شما به متحول x هر قیمتی میتونیم بگذاریم. هر قیمتی که شما به x بگذارین مساوی به چیه؟ تابعه. یعنی وای تابع به چیه؟ به متحوله. هر قیمتی که متحول بگیره تابع مساوی به همون میشه. پس تابع y مساوی به 2x مثبت 1، x متحول y تابع شد. مفهوم تابع اگر به همین قسمت 20% فهمیده باشیم، باز انشاءالله به بعدا خیلی بیشتر روزی بس میبریم. فقط همین ما میگم که اگر گفتن تابع y مساوی میشه به 2x مثبت 1 یا هر چی دیگه، یعنی که میگن لفظ تابع، تشویش نکنیم که یعنی چی. زمانی که یک قسمت تابع باشه، یک قسمت دیگه همیشه چی؟ متحوله. کار شما خیلی ساده میشه اگه این موضوع فهمیده باشیم. زمانی که یک قسمت تابع باشه، یک قسمت متحول، یعنی شما هر قیمت شما میتونید روی بگذارید. هر قیمتی که شما روی بگذارید، این دست شما بازه. هر قیمتی میذاریم باز آخر نظر به قیمت‌هایی که گذاشتیم به جواب میرسیم. نتیجه میگیریم
پس فرق متحول و مجرور در اینه که متحول در یک افاده الجبری و یا در یک معادله امکان گرفتن قیمت های زیاده داره. دیدیم به قسم متحول و قیمت های زیاده داره، اما مجهول برای یک معادله یا مساوات تنها یک قیمت داره. مجهول فقط یک قیمت داره، بیشتر نمیتونه قیمت داشته باشه. مثلا اگر یاد شما باشه 2x مربع مثبت 3x مثبت 8 مساوی به 0، یک معادله ایه. در معادلات گفتیم زمانی که مساوی به 0 باشه معادله ایه. در معادلات این چند مجهوله ایه؟ معادله یک مجهوله درجه دومه. زمانی که درجه دوم بود یعنی دو قیمت به خود خود میگیره، فقط دو قیمت. زمانی که ما میفهمیم که فقط دو قیمت به خود خود میگیره و او دو قیمت طوری که ما باید بریم او دو قیمت پیدا بکنیم از طریق تکمیل مربع، از طریق فرمول معادل مساوی خوارزمی، از طریق تجزیه، پس ما هیچ وقت این اکس متحول نمیگیم. این اکس چی میگیم؟ مجهول میگیم. همین متحوله که به یک قسمت اکس بود، همین متحول یک قسمت نام مجهول شد. چرا؟ چون ما دیگه قیمت اختیاری بهش داده نمیتونیم. باید چی بکنیم؟ بریم قیمت هایی رو پیدا بکنیم. پس این چیز چی شد؟ مجهول شد. یا در فرمول AX مثبت B معادلات یک مجهوله درجه یک، نه AX چیه؟ مجهوله. چرا شما باید بریم اینمی قیمت هایی شما پیدا بکنیم؟ از طریق چی؟ از طریق تجزیه هایی که با هم خوانده بودیم شما باید بریم پیدا بکنیم. پس زمانی که در یک معادله شما بریم قیمت نمو حرفی رو پیدا بکنیم اختیاری نباشه، اون میگن مجهول. زمانی که اختیاری بود هر قیمت دوست داشتیم بگذاریم به نام چی میشه؟ به نام متحول. یک مثال دیگه کار میبریم که مدل کامل درک بکنیم. مثال بعدی گفته شده در مساوات 2x منفی y مساوی به 1، 2x منفی y مساوی به 1 برای متحول x با نظر داشت جدول زیر بعد از قیمت گذاری مجهول y به دست بیاریم. x گفت متحول، y گفت مجهول. ببینید دوستا، زمانی که در یک افاده الجبری شما دو مجهول داشتین، دو x منفی y، ببینیم x و y دو مجهوله، همیشه یکی از مجهولات چیه؟ متحول، یکی دیگه مجهوله. یک از اون حروف، از اون حروف حرف x حرف y، یک همیشه متحول یکی مجهوله. برمی سوال، خود سوال گفته x متحوله، شما گفته بریم برمی x همی قیمت ها رو بگذاریم، زمانی که گذاشتیم قیمت مجهول y به دست بیاریم. چرا این مجهول گفتیم؟ چون که y تابع به چیه؟ تابع به x. هر قیمتی که ما به x بدم y هم قیمت به خود خود میگیره. همین موضوع یعنی چی؟ هر قیمتی که به x بدم y هم قیمت به خود خود میگیره. حالا میایم همین کار رو کنیم. مثلا گفته نظر به جدول گفته. گفته شما بریم به x منفی 3 بدیم. یعنی به جای x منفی 3 بذاریم. خب ما این کارو میکنیم. دو خودی رو ضرب به جای x اول میذارم منفی 3. منفی y مساوی به 1. ما همیشه قیمت گذاری خب برای متحولا انجام میدیم، نه مجهولا. یعنی میگه فقط مجهوله، پس این کارو داریم فقط متحول. 2 ضرب منفی 3 میشه منفی 6، منفی y مساوی به 1. منفی y چون مجهوله به این طرف هست مساوی میشه به 1، هم به این طرف هست، منفی 6 بره اون طرف میشه مثبت 6 که جمع بکنیم میشه 7. اطراف تقسیم ضریب مجهول یعنی منفی میسازیم که منفی از بین بره، این منفی به منفی تمام شد، y مساوی شد به 7 تقسیم منفی میشه منفی 7. پس زمانی که به x منفی 3 دادم مجهول ما که y بود شد منفی 7. یک قسمت منفی 7. حالا به x میگه منفی 2 بده. میگه به x یا متحول منفی 2 میده. 2 ضرب منفی 2 منفی y مساوی به 1. 2 ضرب منفی 2 منفی 4 منفی y مساوی به 1. منفی وای سر جا خواهست، یک سر جا خواهست، منفی چهار میبرم به اون طرف میشه مثبت 4. منفی وای مساوی میشه به 5. اطراف تقسیم منفی که بسازیم منفی ها تمام میشه، وای مساوی میشه به منفی 5. پس اگر اکس منفی 2 بودم وای یا مجهول چی میشه؟ منفی 5 میشه. حالا بیاییم منفی 1 بدیم. 2 ضرب منفی 1 منفی وای مساوی به 1. 2 ضرب منفی 1 منفی 2 منفی y مساوی به 1. منفی y سر جا خو، 1 سر جا خو، منفی 2 بره به طرف میشه مثبت 2. منفی y مساوی میشه به 3. اطراف تقسیم یک منفی که بسازیم y مساوی میشه به منفی 3. پس زمانی که به x بدیم منفی 1 y یا مجهول میشه چی؟ منفی 3. حالا همین مجهول اکثر اوقات به نام تابع هم میتونیم یاد بکنیم.
چرا؟ چون نظر به x y یعنی قیمت به خود گرفت، پس y تابع به x، هر قیمتی که x بگیره y یعنی قیمت به خود اختیار میکنه و می میگن تابع بودن. میریم y به یک قسمت x گرفت منفی 3، y شد منفی 7، x گرفت منفی 2، y شد منفی 5، x گرفت منفی 1، y شد منفی 3. پس y تابع به قیمت هایی که x میگیره. حالا اگر 0 بدیم، دو ضرب صفر منفی وای مساوی به یک، دو صفر تا به صفر تا منفی وای مساوی میشه به یک، اطراف تقسیم منفی میسازه، وای مساوی میشه به منفی یک، پس شد منفی یک. حالا بیم یک بده، دو ضرب یک منفی وای مساوی به یک، دو یکی به دو تا، منفی وای مساوی به یک، منفی وای سر جا خود، یک سر جا خود، دو بره اون طرف میشه منفی دو. یه تست کار میکنم چون قبلا خوانده، منفی وای مساوی میشه به منفی یک، اطراف تقسیم یک منفی که بسازیم وای مساوی میشه به مثبت یک، پس شد مثبت یک. حالا بیم به x یا متحول دو بده، دو ضرب دو منفی وای مساوی به یک، دو تا چهار تا، منفی وای مساوی به یک، منفی وای مساوی میشه به یک، منفی چهار، چهار میره به طرف منفی چهار میشه، منفی وای مساوی میشه به منفی سه، اطراف تقسیم یک منفی میسازیم وای مساوی میشه به مثبت سه. خب آخرین متحول قیمت گذاری میکنیم، سه به جای متحول سه میگذاریم، دو ضرب سه منفی وای مساوی به یک، دو ستا میشه شیشتا، منفی وای مساوی به یک، منفی وای مساوی میشه به یک، منفی شیش بره به طرف منفی میشه، منفی وای مساوی میشه به منفی پنج، اطراف تقسیم یک منفی که بسازیم وای مساوی میشه به مثبت پنج. یه هم از مثبت پنج. حالا پس به یک سن ما درک کردیم که x شد متحول، y شد مجهول یا تابع. چرا تابع بزنیم میگن؟ چون هر قیمتی که x میگیره نظر به قیمت x، y الان قیمت به خود رو اختیار میکنه. اگر x منفی 3 بودم y میشه منفی 7، اگر x منفی 2 بودم y میشه منفی 5، اگر x 3 بودم y میشه مثبت 5 میشه. بیایم همین گراف از اینم رسم کنیم. x هست منفی 3، پس میه به این طرف منفی 1، منفی 2، منفی 3. وای شده منفی 7، منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4، منفی 5، منفی 6، منفی 7. اینا رو با هم وصل میکنیم. این قسمت چی میشه؟ نقطه میشه. اکس را داریم منفی 2، یز منفی 2، وای شده منفی 5، منفی 6، منفی 5. این قسمت پس یک نقطه هم به یک قسمت تشکیل میشه. اکس شده منفی 1، این قسمت وای شده منفی 3، منفی 5 بوده، منفی 4، منفی 3. نقطه بعدی به یک قسمت تشکیل میشه. حالا اکس شده 0، وای شد منفی 1، این کار نداریم، بیاییم به نقطه آخر. اکس شده 1، وای شد مثبت 1، این قسمت مثبت 1. اینا رو با هم وصل میکنیم. x را دادیم 2، y شد 3، 1، 2، یه هم 3. x را دادیم 3، یه 3، y شد 5، 3، 4، یه هم 5. اینا رو هم با هم وصل میکنیم. نقاط تشکیل شد. حالا که نقاط تشکیل شد بیم یک با هم وصل هم بسازیم. خیلی ساده نقاط با هم وصل کنیم. ببینیم این قسمت. زمانی که شما دقیق رسم بکنیم یک خط مستقیم بشه، یک خط مستقیم بشه. گفتم چون ما خطکش نداریم و وقت از این نمیشه که از خطکش استفاده بکنیم، بخاطر این کمی کج میه. متو زمانی که شما دقیق رسم بکنیم یک خط مستقیم بشه که از این نقاط مستقیم عبور میکنه. این گرافیه که ما با هم رسم کردیم. حالا گراف از چرا خط مستقیم شد؟ چون چون درجه یک. چیه درجه یک؟ قبلا با همین موضوع خوندیم. پس گرافی که رسم بکنیم یه خط مستقیم میشه. این بود از مفهوم متحول و مجهول. موضوعاتی که تا این قسمت با شما خوانده شد موضوعاتی بود مقدمه بر تعریف رابطه و تابع. حالا با هم میریم رو اصل موضوع، یعنی تعریف رابطه. رابطه چی هست و چی تعریف داره؟ باز هم میگم تعریف هایی که الان میکنیم فقط به خاطر ذهنیت شما هست، به خاطر اینکه یک تعریف مشخص شما از رابطه و یا تابع که انشاءالله بعداً میخوایم داشته باشیم. تعریف‌های اصلی و تعریف‌های الجبری انشاءالله به کتاب صنف دهم به او قسمت با هم مشارتر کار می‌کنیم. رابطه یعنی چی؟ متن کتاب گفته رابطه
داخل داروست کی با کی چی رابطه داره. زمانی که میگیم کی با کی چی رابطه داره، مفهوم رابطه شما از این قسمت درک میکنیم که رابطه یعنی چی. رابطه یعنی به هم پیوستگی، به این معنیه کی با کی چی رابطه داره. مثلا فرید با وحید چی رابطه داره؟ اینا با هم برادرن. همین برادر بودن میشه یک رابطه. مثلا فرید با مکتب سلطان چی رابطه داره؟ با مکتب سلطان درس میخونه، شاگرد مکتب سلطانه. الان این شاگرد بودن در مکتب سلطان یک رابطه بین فرید و مکتب سلطان. پس همین که میگیم کی با کی چی رابطه داره، الان کی با کی به هم پیوستگی نشان میده. به هم پیوستگی به نام چی یاد میشه؟ رابطه. این پیوند رو به نام رابطه یاد میکنن. خب حالا تعریفی که خود کتاب گفته تعریف جالبیه. گفته هرگاه بین دو شی، دو تا شی، مثلا ایچی مارکر یا سر مارکر، سر مارکر با مارکر رابطه داره یا نه؟ بله. چی رابطه داره؟ رابطه بسته شدن داره. یعنی زمانی که سر مارکره و به روی مارکر قرار بدم اینو بسته میشه. پس هرگاه رابطه بین دو شی باشه، رابطه بین دو جسم باشه، مثلا مارکر یک جسمیه، تخته یک جسم دیگه، من میام برو تخته مینویسم، عمل نوشتن یک چی رابطه بین چی؟ بین این مارکر و این تخته. پس اگر رابطه بین چی باشه؟ دو شی و یا دو جسم باشه و یا عناصر دو ست باشه، که ان شاء الله عناصر رو با هم میخونیم، که اینها توسط عملیه های ریاضی و یا کدام رشته اجتماعی در بین از اینا پیوندی وجود داشته باشه به نام رابطه یاد میشه. رشته اجتماعی رو خب میفهمیم، ما از لحاظ اجتماعی و از لحاظ قومی سه نوع فامیل داریم: فامیل درجه اول، فامیل درجه دوم و فامیل درجه سوم. فامیل درجه اول ما برادر و خواهر، مادر و بعد بچه کاکا میشه و فامیل های درجه دوم هم دورتر شده میرن. پس هرگاه یک رشته اجتماعی ما داشته باشیم، چی از لحاظ فامیلی و چی از لحاظ دوستی، این اون رو میگم رابطه. که رابطه از خود رو تعریف مشخصی داره که انشالله ایران با هم میخوانیم. مثال گفته شده یک ست پنج عنصره از نام های همسنفانتان، همسنفانتان و یک ست پنج عنصره از میوه های مختلف تهیه کنید. اسم هر همسنفتان را به میوه مورد علاقه او در یک قوس جوره سازید. خب بیاییم مثلا من پنج تا همسنف دارم، ست همسنفی ها. اولی مثلا نامی فریده، بعد وحید، بعد نوید، بعد توحید، بعد تنجید. اگه ادامه کنم خیلی میتونم یه مترادف همیتو بنویسم. فرید و وحید و نوید و توحید و تنجید چی شدن؟ اینا همسنفی هم شدن. حالا بیاییم لست یک چند میوه بنویسیم. لست میوه ها: انار، سیب، انگور، آلو و آلبالو. پنج شده. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا سوال به ما چی گفته؟ گفته شما بیم یک لست پنج نفره از همسنفی ها و یک لست پنج دونه میوه شما بنویسیم و بعد هر کدام از همسنفی ها به این میوه ها ربط بدیم. خب ما یک کار میکنیم، مثلا جوره بسازیم. میام انار به فرید ربط میدم، بنویسم انار فرید، سیب وحید، جوره بعدی درست میکنم، سیب وحید، جوره بعدی انگور به نوید، انگور نوید، جوره بعدی آلو به توحید، جوره بعدی آلبالو به تمجید، تمجید. جوره ها رو ما ساختم. حالا همین جوره ها برای ما چی نشان میده؟ ما گفتیم هرگاه بین دو شی، دو جسم و یا عناصر دو ست کدام پیوندی باشن هم بنام رابطه یاد میشه. این انار رو فرید که نوشتم یعنی چی؟ یعنی که فرید انار رو خیلی دوست داره. علمی دوست داشتن یعنی رابطه. پس بین انار و فرید رابطه چیه؟ رابطه دوست داشتن. من انار خیلی دوست دارم. بین وحید و سیب رابطه چیه؟ وحید سیب خیلی دوست داره. پس یعنی یک رابطه شد. نوید انگور خیلی دوست داره، توحید آلو و تمجید هم آلو خیلی دوست داره. به خاطر همین اینا چیه؟ ست هایی هستند که رابطه نشان میدن. پس داخل ست هم ما رابطه دیدیم که چه قسمه.
یک دوشه چی قسم رابطه داره، دو جسم چی قسم رابطه داره، یا عناصر دوسه، یک اثبات تشریح شد. حالا به خاطر از اینکه بهترتر این موضوع درک بکنیم، یک موضوع خارجی هم بگیم. ما در کل سه نوع رابطه داریم. سه نوع رابطه، رابطه اول به نام رابطه انعکاسی یاد میشه. رابطه انعکاسی. رابطه دوم به نام رابطه تناظری یاد میشه. تناظری. و رابطه سوم به نام رابطه انتقالی یاد میشه. انتقالی. حالا ببین همین سه نوع رابطه رو برو مثلا برادر. ببین صدق میکنه یا نه؟ برادر، برادر. آیا برادر میتونه یک رابطه انعکاسی باشه؟ نه خیر. برادر هیچ وقت رابطه انعکاسی با کسی نداره. چرا رابطه انعکاسی برادر نیه؟ رابطه انعکاسی یعنی کسی که مشابه به خود خود باشه. آیا برادر میتونه مشابه برادر باشه؟ نه خیر. پس این رابطه انعکاسی گفته نمیشه. برادر هیچ وقت رابطه انعکاسی نیه. چرا؟ چون وحید هیچ وقت برادر خود خود نیه. همین میگن رابطه انعکاسی. وحید هیچ وقت برادر خودش نیست. هیچ وقت وحید نمیتونه بگه که من برادر خود خونم. پس این رابطه انعکاسی جواب نمیده. رابطه تناظری. آن رابطه برادری میتونه رابطه تناظری باشه؟ نه خیلی نمیتونه. چرا نمیتونه؟ به خاطر از اینکه هیچ وقت، حالا به یک مثال دیگه بزنیم، مثلا بین جاوید و فاطمه اینا خواهر و برادرند. حالا میتونم این رقم بگم فاطمه برادر جاوید است؟ نه خیلی. جاوید برادر فاطمه هست. حالا من برعکس میکنم. حالا میتونم بگم فاطمه برادر جاوید است؟ لفظ برادر میتونم دوباره استفاده کنم؟ نه خیلی. پس هیچ وقت رابطه برادری، رابطه تناظری گفته نمیشه. حالا میگم این انعکاسی تناظری دیگه چی معنا داره؟ اما رابطه برادری، رابطه انتقالی میتونه باشه. بین یک خانواده یا یک قوم همیشه در هر نسل برادر، لفظ برادر انتقال پیدا کرده، لفظ خواهر انتقال پیدا کرده. این شخص با این شخص برادره، این شخص با این شخص چیه؟ خواهر. پس انتقالی هست اما رابطه برادری انعکاسی و تناظری نیه. چرا انعکاسی نیه؟ چون وحید هیچ وقت برادر خود خود نیه، فرید هیچ وقت برادر خود خود نیه، نوید هیچ وقت برادر خود خود نیه. چرا رابطه تناظری گفته نمیشه؟ چون ما میتونیم بگیم جاوید برادر فاطمه هست اما فاطمه برادر جاوید، لفظ برادر برای فاطمه استفاده نمیشه. پس تناظری هم نیه، رابطه انتقالی هست چون همیشه استفاده میشه. حالا بیایم همین موضوع برو هندسه استفاده بکنیم. رابطه انعکاسی. همین یک مثلثیه. یک مثلث هم میتونه رابطه انعکاسی داشته باشه هم میتونه رابطه تناظری داشته باشه. اول رابطه تناظری. رابطه تناظری به این معنی که اگر شما یک شکل داشته باشیم مثلا مثل این شکل شما بیم از وسط دو نصف کنیم. از وسط دو نصف کردم. مثلا فرض کنیم این دو نصفی و اینها باشه. فرض کنیم که دو نصف اینها باشه. زمانی که این دو نصف شما بالای هم بگذاریم هیچ کوتاهی و بزرگی باید رخ نده. این نه باید کوچک باشه نه بزرگ، عین هم باید باشن. مثلا زمانی که می دو مارکر پیش هم قرار میدم، ببین فرض کنیم که این مارکر من نصف کردم، یک نصف اینه یک نصف اینه. زمانی که اینا رو به رو هم قرار میدم نه بزرگن نه کوچکن، همین میگن رابطه تناظری. رابطه تناظری پس چیه؟ رابطه ای که اگر شیء نصف کردیم و بالای هم گذاشتیم هیچ گونه کوچکی یا بزرگی در اون رخ نده. همیشه رابطه تناظری. این یک قسمت رابطه تناظریه. حالا این مثلث رو اگر بیام من نصف بکنم، اگر بیام این گوشه مثلث بگیرم دوباره بگذارم به این طرف، با هم کلا چی هم برابرن. گوشه مربع بگیرم بذارم به این طرف، اینا با هم چی هم برابرن. پس همیشه شکل ا، شکل ا میتونه مشابه با شکل ا زبر باشه. شکل ا میتونه مشابه با چی باشه؟ شکل ا زبر، شبیه به شکل ا زبر باشه. چی میگیم ما؟ شبیه. لفظ شبیه استفاده کردیم. عربی شکل میگیم ما ا، حالا این شکل میگیم ا زبر. درست؟ هر دو با هم شبیه هستن یا نه؟ همین چیه پس رابطه
تنازلی اینا با هم دارن. چرا؟ چون اگه این بیان بالا از این بگذارم کموکاسی ایجاد نمیشه. رابطه انعکاسی هم این ترتیبه. رابطه انعکاسی در اشکال به معنای چیه؟ مشابه بودنه. تنازل نه، مشابه بودن. مثلا یک مثلث ای قسم دارم، یک مثلث بی قسم دارم. ایر ای قرار داد میکنم، ایر ای زبر. میگم ای مشابه با ای زبره. ای مشابه با ای زبره. اینا رابطه انعکاسی با هم دارن. این مثلث انعکاس بود. دور دادم چی شد؟ انعکاس پیدا کرد، برعکس شد. ولی بازم مثلثه. بازم همون زاویه داره، بازم همون نوعیت مثلث داره، پس رابطه انعکاسی داره. در اشکال هندسی، اغلب اشکال هندسی رابطه انعکاسی، رابطه تنازلی با هم دارن، اما در روابط خویشاوندی ما انعکاسی و تنازلی نداریم. رابطه چی داره؟ انتقالی داره. امیدوارم مفهوم رابطه کم کم فهمیده باشیم. بعد انشاءالله گفتم بعداً باز بیشتر روزی بحث می‌کنیم. دو مثال دیگه هم با هم کار می‌کنیم تا این موضوع کامل‌تر بفهمیم. مثلا گفته شده که اعداد 1 2 3 4 5 6 و 8 در نظر بگیریم، با رابطه مساوی عدد دریافت بکنیم که جذر المربع و مساوی به یکی از اعداد فوق باشه. ببین دوستان، ما چند عدد داریم؟ عدد هست 1 2 3 4 5 6 و 8. ببین شما پیش خواه فکر کنیم که جذر مربع کدوم عدد میشه 1؟ جذر مربع کجا داد؟ خود جذر 1. جذر 1 دوباره چی میشه؟ 1. البته مثبت منفی داره، مثبت منفی یک تفاوت نمیکنه، ما فقط 1 لازم داریم. جذر مربع کجا داد میشه؟ 2. جذر مربع داد 4. 4 که جذر مربع بگیریم میشه 2. جذر مربع کجا داد میشه؟ 3. جذر مربع 9 که بگیریم میشه 3. گفتم مثبت منفی همه دارن، چون ما مثبت لازم داریم، فرق نمیکنه. جذر مربع 4 کدو عدد میشه؟ جذر مربع 4 16. جذر مربع میشه 4. کدو عدد جذر مربع میشه؟ 5 25. کدو عدد جذر مربع میشه؟ 6 36. و کدو عدد جذر مربع میشه؟ 8 64. 8 مربع میشه 64. حالا ببینید دوستا، هدف از سوال چی بود؟ هدف از سوال این بود که جذر 1 رابطه داره با 1. رابطه اینا چیه؟ مربع بودن. رابطه اینا مربع بودن یعنی چی؟ یعنی اگر 1 مربع کنون دوباره میشه 1. جذر 4 با 2 رابطه داره. رابطه اینا چیه؟ مربع بودن. 2 مربع کنون میشه چند؟ 4. 4 جذر بگیرون دوباره میشه 2. این رابطه داره اینا با هم. عدد 3 با جذر 9 رابطه داره. رابطه اینا چیه؟ مربع بودن. 3 مربع کنون میشه 9. 9 جذر بگیرون میشه 3. این رابطه داره با هم. 4 با جذر 16، 5 با جذر 25، 6 با جذر 36 و 8 هم با جذر 64 چی دارن؟ رابطه دارن. رابطه اینا چیه؟ مربع بودن. دیگه رابطه چیه؟ رابطه جذر داشتن. 2 جذر از چی گرفته شده؟ از جذر 4. 3 از جذر 9 گرفته شده. 4 از جذر 16 گرفته شده. پس اینا به نام چی داد میشه؟ به نام رابطه. مثال بعدی، گفته شده اگر نسرین 36 سال عمر داشته باشه. ما دو شخص داریم، یکی خانم نسرین و یکی خانم زینب. گفته اگر نسرین 26 سال عمر داشته باشه و خانم زینب 16 سال عمر داشته باشه، شما بگیم که بعد از 5 سال و 10 سال و 15 سال سن نسرین و زینب چند سال خواهد شد؟ اول سن اول گفته چند؟ بعد از 5 سال. با 10 سال بعد 15 سال. 5 10 15. من حساب می‌کنم. نسرین که 26 سال بوده، بعد از 5 سال 26 جمع 5 میشه چند سال؟ 31 سال. بعد از 10 سال 26 جمع 10 میشه چند سال؟ 36 سال. بعد از 15 سال جمع 15 چند سال؟ 41 سال. زینب که 16 سال بوده، بعد از 5 سال میشه 21 سال. بعد از 10 سال 16 جمع 10 میشه چند؟ 26 سال. و بعد از 15 سال 16 جمع 15 میشه 31 سال. خب حالا این دو نفر رابطه اینا رابطه چیه؟ رابطه خطی. رابطه خطی. نوع رابطه چیه؟ خطی. حالا چی رقم رابطه خطیه؟ هر چی که سن زینب بالا رفته، سن فاطمه هم، سن نسرین هم بالا رفته. ببین زینب چند سال؟ 16، 26. زینب 21 شد، بالا رفت، شد 31. زینب 26 شد، بازو بالاتر رفت. هر چی که سن ای خانم بالا رفته، سن نسرین هم بالاتر رفته. پس رابطه چیه؟ رابطه خطی شده میتونه.
حالا این رابطه خطی یعنی چی؟ یعنی رابطه صعودی بالا رفتن. ما چی قسم این کار رو میکنیم ما؟ اگر ما بیاییم گراف خط زینب نظر به نسرینه بکشیم، یک خط داره ما تشکیل میشه که خط به نام چی یاد میشه؟ رابطه خطی یاد میشه. یعنی اگر ما در سیستم مختصات بیاییم گراف سن زینب نظر به نسرینه بکشیم، یک خط مستقیم میشه. بیاییم همین کار انجام بدیم. ما فرض کنیم که چی باشه؟ سیستم مختصات که هسته، ما میگیم گراف سن زینب نظر به نسرینه میکشیم. زمانی که میگیم زینب نظر به نسرین، تا اینکه بگیم نسرین نظر به زینب تفاوت داره. حالا میگیم تفاوت چیه؟ مثلا زینب اکسی و هست 16، چون میگیم گراف زینب نظر به نسرین، همین زینب بشه اکس، نسرین بشه با اکسی و هست 16. فرض کنیم این قسمت باشه 16، وای شده 26. فرض کنیم که این قسمت باشه 26، اینا رو با هم وصل کنیم نقطه میشه. x هست 21، فرض کنیم 21 باشه این قسمت، y شده 31، فرض کنیم که این قسمت هم شده 31. x هست 26، فرض کنیم 26 باشه، y شده 36، فرض کنیم این قسمت 36 باشه. x هست 31، فرض کنیم این قسمت 31 باشه، y شده 41، فرض کنیم گام 41 باشه. حالا این نقاط با هم وصل میکنیم. ببینیم این نقطه ها که با هم وصل بشه آیا یک خط تشکیل شده یا نه؟ بله. 21 بود، 26 بود، 31. پس ما چی میگیم؟ میگیم که سن زینب نظر به سن نسرین یک رابطه خطی داره. رابطه خطی یعنی چی؟ یعنی به یک قسمت ببینیم 26 بود، 31 36 41. رابطه خطی برای ما صعود بودن رو نشان میده، بالا شدن رو نشان میده، پیشرفت کردن رو به ما نشان میده. سن زینب بوده 16، درست؟ بیاییم بالا، به یک قسمت سن نسرین شده 26، بیاییم بالا شد، سن زینب بود 21، بیاییم بالا به این نقطه، بیاییم به این طرف شده چند؟ 31 شده، سن نسرین 31 شده، بالا شده، نه؟ سن زینب 26 بود، بیاییم بالا به این طرف شده چند؟ 36، باز بالا رفت، 31 بوده، بیاییم بالا شده چند؟ 41. همه این رابطه خطی، یعنی رابطه خطی یعنی یک گرافی که شکل خط مستقیمی داره. برای ما چی نشان میده؟ پیشرفت کردن، بالاتر شدن، بزرگتر شدن به ما نشان میده. برعکس این موضوع، اگر بیم سن نسرین نظر به زینب قرار بدیم، ما جای اینا عوض میشه، این میشه x، این میشه y. اگر این ما نشان بدیم، این برعکس شد، یعنی هرچی که سن نسرین بالاتر شده میره، سن زینب همون قسم بالاتر شده میره. منتها مهم چیه؟ اینه که شما مفهوم رابطه خطی بفهمید. سن زینب نظر به سن نسرین یک رابطه خطیه، هرچی زینب بزرگتر میشه، نسرین هم همون بزرگتر شده میره. این بود از مفهوم رابطه و مثال خیلی کار کردیم. عنوان بعدی که با هم میخوانیم عنوانی به نام رابطه خطی. اما رقمی که در مثال قبلی با هم خواندیم رابطه بین سن خانم زینب و خانم نسرین چی بود؟ یک رابطه خطی بود. چرا؟ چون هرچی بالاتر میرفت سنم بالاتر میرفت. الان گرافی که ما رسم کردیم و گراف شکل خط مستقیم به خود گرفت، الان اون میشد رابطه خطی. حالا این رابطه خطی تعریف میخوانیم با چند مثالی که این موضوع رو بهتر بشناسیم. رابطه خطی تعریف خیلی ساده ای داره. گفته هر گراف یک رابطه خط مستقیم باشه. یک گراف شما میریم میکشیم، رابطه رو میبینیم که خط مستقیم شده. الان چی میگن؟ رابطه خطی. در این صورت رابطه بین متحولین به نام رابطه خطی یاد میکنن. بین متحولین به مثال قبلی که با هم کار کردیم، نسرین و خانم زینب چی بود؟ اینا متحول بودن. چرا؟ چون بعد از 5 سال و 10 سال و 15 سال سنا اینا تغییر میکرد. خب پس اینا متحول شد. حالا رابطه بین همین متحولین ما یک چی بود؟ یک رابطه خطی بود که دیدیم در مثال گراف کشیدیم یک خط مستقیم شد. پس هر گراف یک رابطه، میگیم رابطه، میگیم بین نسرین و زینب رابطه سنی وجود داشت. رابطه چی بود؟ سنی بود، طبق سن و سال بود. رابطه چی بود؟ رابطه خطی بود که دیدیم چی کسون بود. حالا چند مثال با هم کار میکنیم که این رابطه خطی شما بهتر بشناسیم، که باز انشاءالله با درس هاینده رابطه خطی به شکل پیشرفته‌تر با هم میخوانیم. مثال گفته شده که هرگاه فاصله بین کابل تا هرات در نظر به زمان با سرعت وسطی 100 کیلومتر فی ساعت تعیین نماییم، چگونه رابطه ای بین فاصله و سرعت وسطی وجود دارد؟ چگونه رابطه ای وجود دارد؟ یعنی از ما درخواست کرده بفهمیم که آیا رابطه خطی یا رابطه غیر خطی. زمانی که رابطه خطی باشه، باید گراف شکل چی به خود بگیره؟ شکل خط مستقیم باید به خود بگیره.
کاری که میکنیم ابتدا رابطه بین فواصل طی شده نظر به زمان در جدول زیر درج میکنیم. کاری که میکنیم میبینیم که به یک ساعت چقدر فاصله طی شده، به دو ساعت چقدر فاصله طی شده، به سه ساعت چقدر فاصله طی شده. زمانی که ما بیاییم رابطه بین زمان و فاصله پیدا بکنیم و گرافی رو رسم بکنیم، از رو گراف معلوم میشه که رابطه بین فاصله و سرعت چقدره و چی هست و خطیه یا غیر خطی. ببین دوستا، اگر بیاییم از نقطه صفر شروع بکنیم، زمان به ساعت فرض کنیم صفر باشه، به صفر چقدر فاصله به کیلومتر میشه؟ خب بازم صفر. به یک ساعت چقدر فاصله طی میشه؟ گفته با سرعت وسطی 100 کیلومتر فی ساعت، به یک ساعت میشه 100 کیلومتر. پس فاصله ای که به یک ساعت طی میشه به کیلومتر 100 کیلومتر. به دو ساعت چقدره؟ 2 ضرب 100 میشه 200 کیلومتر. به 3 ساعت چقدر میشه؟ 300 کیلومتر. به 4 ساعت چقدر میشه؟ 400 کیلومتر. به 5 ساعت چقدر میشه؟ 500 کیلومتر. همون قسم ادامه داره، به هر ساعت، تا هر ساعتی که خواسته باشه ادامه میدیم. پس ما آمدیم رابطه بین زمان به ساعت و فاصله به کیلومتر تعیین کردیم و فهمیدیم که به هر ساعت 100 کیلومتر طی میکنه، پس به 5 ساعت و 6 ساعت 500 کیلومتر و 600 کیلومتر طی میکنه. حالا بیاییم همه گراف رسم بکنیم. این گراف میتونیم به شکل چهار خانه ای هم رسم بکنم، اون تا این قسمت دیگه مهم نیه. من این چهار خانه هم میرگم نگاه میدارم از آخر بازپاک میکنم. یکی x میگیریم، یکی y میگیریم. به این قسمت نگیم فاصله باید x باشه، موضوع این قسمت دیگه فاصله نیه که به کلیپ ها قبلی خواندیم. زمان x میگیریم و فاصله y میگیریم. چرا؟ چون ما این رابطه بین زمان و فاصله رو پیدا کنیم، همون که اول بود x گرفته میشه. خب صفر و صفر اول، یا صفر و صفر بعد به یک ساعت، پس x یک میدون، به یک ساعت چقدر فاصله طی شده؟ 100 کیلومتر. فرض کنیم که این قسمت باشه 100 کیلومتر. اینها رو با هم وصل میکنیم. به دو ساعت، پس x دو میدون، فرض کنیم که این قسمت باشه 200 کیلومتر. به سه ساعت این قسمت سه میدون، x ها ساعت ها چیه؟ همه x ها میشه 300 کیلومتر. فرض کنیم که این باشه 300 کیلومتر. به چهار ساعت x چهار میدیم، فرض کنیم که بشه یک قسمت 400 کیلومتر. و 5 ساعت میشه 500 کیلومتر، یک قسمت رو فرض کنیم بشه 500 دونه کیلومتر. حالا ما این نقاط رو به هم وصل کردیم، بیایم اینا رو خطا ببینیم که چی رابطه ای داره. از مبدا اگه شروع بکنم، ببینیم این یک خط مستقیم میگه میره بالا میره، به این شکل عبور میکنه. خب همین خطی که ما رسم کردیم آیا یک خط مستقیم هست یا نه؟ این شکل داره یا نه؟ یک خط چی شد؟ مستقیم شد. خب همین خط مستقیم آیا رابطه خطی هست یا نه؟ ما گفتیم رابطه خطی رابطه ای که اگر ما بیم رابطه بین زمان و فاصله رو گراف رسم بکنیم، شکل خط مستقیم برای ما میده. خب حالا همین شکل خط مستقیم بین چیه؟ بین متحولینه. بین دیگه متحولامو چی بود؟ زمان بود، فاصله بود. چرا متحول میگیم؟ چون به یک ساعت 100 تا شد، خب به دو ساعت 200 تا میشه، به سه ساعت 300 تا میشه. این متحول تغییر پذیره، به هر ساعت تغییر میکنه. پس هرگاه رابطه بین متحولین ما روی گراف شکل خط مستقیمی داشت، به نام رابطه خطی یاد میشه که میگیم شکل یک رابطه خطی داره. حالا از رو همین رابطه خطی ما میتونیم چند چیز رو حدس بزنیم و بفهمیم. موضوع اینه که به قسمت 1 1 شده 100، دو شده 200، سه شده 300. یک موضوع، یعنی شکل صعودی داره، بالا رفته. خط هم که شما میبینید، این خط هم سیر چی داره؟ سیر صعودی داره، انکشاف کرده، بالا رفته. به یک قسمت 100 تا بوده، به یک قسمت 200 تا شده، به یک قسمت 300 تا، به یک قسمت 400 تا، به یک قسمت 500 تا. یعنی که خط مستقیم برای ما چی نشون میده؟ صعود بودن رو نشون میده. خط مستقیم برای ما نشون میده که یک چیز پیشرفت کرده. مثلا اگر شرکت یک شرکت شما به عاید سالانه رو شما در نظر بگیریم، اگر عایدی و توری باشه که به هر ماه یک سال 12 ماهه، به هر ماه انکشاف کرده باشه، مثلا به ما اول فرض میگیریم یک لگ افغانی چی کرده؟ فایده کرده. به ما دوم مثلا 3 لگ، به ما سوم مثلا 4 لگ، 5 لگ، میتونه ادامه داره. اگر شما بیایم همین محاسبه بکنیم، چون به هر ماه انکشاف کرده،
المعاید شکلی داره یک رابطه خطی داره. چرا چون رابطه خطی برای ما چی نشان میده؟ انکشاف کردن نشان میده، پیشرفت کردن نشان میده، مفاد داره برای ما نشان میده. و پس به این قسمت هم که هست به هر یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت و چهار ساعت میبینیم که فاصله چی شده؟ بیشتر شده. همین که فاصله ها نظر به زمان همین رقم بیشتر شد، بزنیم میگن رابطه خطی بین متحولین، که متحول ما یک زمان یکی هم فاصله هست. خب امیدوارم مفهوم رابطه خطی کمی حال فهمیده باشه. بازم مثال کار میکنیم تا موضوع کاملتر درک بکنیم. مثال بعدی، گفته شده طول یک فنر در حالی که وزن روزی آویزان نشده 10 سانتی متره. و پس طول شد 10 سانتی متر. هرگاه وزن این کیلوگرم به او بیاویزیم یا وصل بکنیم، طول فنر توسط رابطه ال مساوی میشه به 10 جمع 0.85 ضربه ام افزایش مییابد. دو جزء سوال از ما خواسته. جزء اول، برای وزن 4 کیلوگرم طول فنر چقدره؟ جزء ب، چقدر وزن در فنر آویزان نماییم تا طول فنر به 15 سانتی متر برسه؟ اگه خوب توجه کرده باشیم در این سوال رابطه بازم رابطه خطیه. چرا رابطه خطیه؟ چون گفت افزایش مییابد. گفتیم زمانی که لفظ افزایش یا پیشرفت یا صعود داخل سوال بود، روزی میگن رابطه خطی. حالا همین رابطه خطی در این سوال بین چی و چیه؟ رابطه بین چی و چیه؟ رابطه بین طول و وزنه. رابطه بین طول و وزنه. ببین دوستان، ما یک فنر داریم. در این سوال یک فنر داریم ما. فرض کنیم که یک فنری باشه. حالا همین فنر به این قسمت در حالت نرمال، در حالت نرمال یعنی حالتی که کش نخورده باشه، وزن روزی وصل نباشه، در حالت نرمال طول از این هست 10 سانتی متر. حالا گفته شده که اگر ما بیم هر وزنه یک کیلویی، دو کیلویی، سه کیلویی، هر وزنه بیم به این وصل بکنیم، طبق همین فرمول طول از چی میکنه؟ کش میخوره، افزایش پیدا میکنه. پس رابطه چی؟ رابطه خطی. چرا؟ چون طول که 10 سانتی متر بود، هر وزنه ای که ما به این وزن میکنیم چی میکنه؟ طول فنر پایین میاره دیگه، کش میده بود. و پس چی شد؟ هرچی وزنه سنگین تر باشه، طول فنر بیشتر کش میخوره. رابطه افزایش افزایشه، پس میشه یک رابطه خطی. رابطه پس چیه؟ رابطه بین طول و وزنه. هرچی خواسته باشیم ما طول بیشتر بکنیم، باید وزن بیشتر باشه. اگر وزن کم باشه خب طول کش نمیخوره. پس هر چی که وزن بیشتر باشه طول بیشتر باشه، هر چی طول بیشتر خواسته باشه بشه وزن باید بیشتر باشه. حالا سوال چیه؟ دو جز برای ما سوال داده. این خود یک فنریه که این فنر چقدر طولیو؟ 10 سانتی متر. زمان 10 سانتی متر که هیچ وزنه بالایی آویزان نباشه، هیچ فشاری نداشته باشه. حالا جزء سوال میگه برای وزن 4 کیلوگرم طول فنر چند میشه؟ ما میگیم بیدی یک وزنه 4 کیلوگرمی به وصل میکنیم، 4 کیلوگرم. حالا میگه شما بگیم الان طول فنر که اول 10 سانتی متر بود، حالا که 4 کیلو می وصل شده چقدر میشه؟ خب کش میخوره پایین میاد. حالا بگیم چقدر میشه؟ بعد ما میگیم همین پیدا بکنیم. فرمول اصلی هست ال مساوی میشه به 10 جمع 0.85 ضرب این. حالا این 10 کجا میاد؟ 10 چیه؟ 10 طول الان فنره به حالتی که هیچ چیزی روی آویزان نشده. اینم وزنه ای که ما به این وصل میکنیم. جزئی که برام داده شده اینه، برای وزن 4 کیلوگرم ام یعنی وزن کتله، ام مساوی میشه به 4 کیلوگرم. اگر ما بیم یک 4 کیلویی به وصل بکنیم، طول فنر چقدر میشه؟ طول از ما خواسته، ال یعنی طول، یعنی ال یعنی طول و ام یعنی وزنه یا وزن یا کتله، از ما طول خواسته. و خیلی ساده قیمت گذاری میکنیم، ال مساوی میشه به 10 جمع 0.85 ضرب و جا ام قیمتیو، ام چقدره؟ 4 مساوی میشه به ال مساوی به 10 جمع 0.85 ضرب 4 میشه 2. ال مساوی به 10 جمع 2 میشه 12 دونه سانتی متر. حالا من سانتی متر از کجا آوردم؟ چون طول از ما خواسته، خب طولم به سانتی متره، چون به اسم طول چند چیه؟ واحد سانتی متر. پس من سانتی متر علاوه میکنم. پس اگر ما بیاییم به همین فنر که هیچ چیزی بوجه آویزان نبود 4 کیلوگرم آویزان بکنیم، طول فنر از 10 سانتی متر میشه به 12 سانتی متر. به 12 سانتی متر. یعنی که اگر ما به یک قسمت رسم بکنیم، به این شکل طول فنر چی شد؟ بیشتر شد. چرا؟ چون یک وزنه 4 کیلوگرمی روی از آمده. زمانی که یک وزنه 4 کیلوگرمی روی بیایه، یک قسمت 10 سانتی متر بود، یک قسمت بشه 12 سانتی متر. یک جزء سوال جزء ای پس پیدا شد. زمانی که 4 کیلو وصل بکنیم، ال یا طول مساوی میشه به 12 سانتی متر.
طول فنر گفته چقدره. حالا ببینیم جزء بر پیدا بکنیم. جزء بر برعکس این موضوع. گفته شده چقدر وزن در فنر آویزان کنیم ما تا طول فنر به 15 سانتی متر برسه. طول برای ما داده 15 سانتی متر. حالا گفته ما چی کاری انجام بدیم که طول فنر بشه 15 سانتی متر؟ یعنی چقدر وزنه بیاریم برای این فنر خوب وصل بکنیم که طول فنر بشه چقدر 15 سانتی متر؟ وزنه نامعلومه، ام نامعلومه. خب باز هم قیمت گذاری میکنیم. به جا ال 15 سانتی متر. پس به جا فرمول اصلی به جا ال می‌نویسیم 15 سانتی متر مساوی میشه. ده خودیو جمع 0.5 خودیو ضرب ام هم خودیو. 15 سانتی متر به این طرف هسته. این در رو میارم پیش این طرف میارم چون عدد ثابت پیش هم میارم. ده که به یه طرف بشه منفی ده. مساوی میشه به 0.5 ضرب ام. این چون در حالت ضربه پس نمیارم به یه طرف. اونه که جمع میارم این طرف. 0.5 ضرب ام میشه 0.5 دونه ام. حالا 15 منفی ده میشه 5 دونه سانتی متر. مساوی میشه به 0.5 ضرب ام میشه 0.5. اطراف تقسیم ضریب مجهول یا متحول یعنی ام میسازیم. یعنی 0.5. این طرف هم 0.5. این طرف هم 0.5. 0.5 با 0.5 تمام میشه. این اعشار یک خون اعشار مدارم یک خون اعشار رو از بین میبرم به جای یک صفر به بالا علاوه میکنم. 50 تقسیم 5 میشه 10. پس ام مساوی شد به چند؟ به 10. حالا چون ام گفتیم ام یعنی وزن و وزن هم این سوال به کیلوگرم برای ما نشانه داره، به گرام اینا نشانه نداره، به کیلوگرم. پس وزن ما چقدر شد؟ 10 کیلوگرم. پس ثابت شد که ام مساوی به 10 کیلوگرم. زمان فنر ما میتونه 15 سانتی متر کش بخوره یا طول بخوره که یک وزنه به اندازه 10 کیلوگرم به چی باشه؟ وصل باشه. یعنی اگر بیام فنر به یک قسمت رسم بکنم خواسته باشیم بشه 15 سانتی متر، باید وزنه در به این وصل باشه که وزن این وزنه باشه 10 دونه کیلوگرم. به اون وقته که میشه طولی و 15 دونه سانتی متر. پس اول فهمیدیم که طول وزنه در طول فنر در حالت اصلی بود 10 سانتی متر. زمانی که 4 کیلوگرم وزنه به اون وصل کردیم شد 12 سانتی متر. ببینیم چقدر افزایش پیدا کرد؟ 10 بود، 4 کیلو اضافه کردیم شد 12. 10 کیلو اضافه کردیم شد 15. می‌بینیم هر چی که وزنه بیشتر شد طولم بیشتر شد. پس زمانی که رابطه بیشتر و بیشتر افزایش باشه همون میگن رابطه خطی. حالا گفتیم رابطه، ما اول گفتیم زمانی که رابطه نوشتیم کی با کی چی رابطه داره. حالا رابطه ای که بگی قسمت داریم رابطه بین چی و چیه؟ رابطه بین وزن و طوله. هر چی وزن بیشتر باشه طولم چی میشه؟ بیشتر میشه. که میگن رابطه خطی. که اگه گراف را ما بیاییم رسم بکنیم 100% چی میشه؟ خط مستقیم میشه. مثال بعدی، این مثالی که با هم کار میکنیم موضوع رابطه خطی نیه، فقط همینه که شما بفهمید که این مثال چی قسم کار میشه و مفهوم رابطه به اینجا به دیگه نحوی هست. کار باز انشاءالله با هم میگیم. مثال گفته شده که احمد 20 افغانی زیادتر نظر به حامد داره. هرگاه مجموع دارایی هر دوی آنها یعنی مجموع دارایی احمد و حامد 400 افغانی باشه، هر کدام چند افغانی دارند؟ ببینید چون ما نمیفهمیم که احمد و حامد چقدر پول دارن، فقط گفته احمد 20 افغانی بیشتر داره و اینکه پول احمد چقدره یا پول حامد چقدره ما اطلاع نداریم. پس ببینیم یک قسم رابطه به وجود میاریم. احمد در x میگذارم، حامد در y میگذارم. اینه که داخل رابطه میام به جا احمد x میگذارم، به جا حامد y. یعنی قرارداد میگم. چی میگم؟ قرارداد. میام به جا احمد x قرارداد میکنم، به جا حامد y قرارداد میکنم. خیلی ساده x مساوی میشه به x یعنی پول احمد. من نمیفهمم که پول احمد چقدره، اما میفهمم که احمد 20 افغانی از حامد بیشتر داره، پس میشه y جمع 20. ای y چیه؟ پول حامده. x چیه؟ پول احمده. پول احمد مساوی میشه به y جمع 20. یعنی چی y جمع 20؟ یعنی که حامد هر چی که پول داره احمد 20 افغانی زیادتر داره، پس میشه وای جمع 20. یعنی هر چی که حامد پول داره احمد 20 افغانی از او بیشتر داره، پس میشه وای جمع 20. پول حامده که جمع 20 افغانی بکنیم مساوی میشه به پول احمد. یا بتونه بنویسیم 20 جمع وای، تفاوت نداره. حالا ببین پول
و مجموع هر دو در دو نفر. گفته شده هرگاه مجموع دارایی هر دو، یعنی اگر بیم x جمع y بسازیم، مساوی میشه به چقدر؟ 400 افغانی. اگر بیم ما پول احمد و پول حامد یکجا بکنیم میشه 400 دونه افغانی میشه. این قسمت بالا رو میگیم رابطه اول و قسمت پایین میگیم رابطه دوم. چرا اسم از این رابطه میگذاریم؟ به خاطر از اینکه یک قرارداد به یک قسمت انجام شده، آمده ما به جای یک چیز اسمی رو تغییر دادیم که کار چی بشه انجام بشه. برای این قرارداد مثلا میادیم به جای پول احمد به جای اکس گذاشتیم، به جای پول حامد به جای وای گذاشتیم. چرا این کار رو کردیم؟ به خاطر سهولت که به جواب برسیم. یعنی میشه قرارداد، هر قرارداد از یک رابطه ای به وجود آمده، هر قرارداد از یک رابطه به وجود آمده. حالا این رابطه چیه؟ رابطه بین پول احمد و پول حامده. هر قراردادی که ما انجام میدیم به این معنیه که یک مجهول یا دو مجهول حتما داخل سوال هست. به خاطر این ما یک چیز قرارداد میکنیم که این مجهول از بین ببریم، دو مجهول یکی بسازیم که باز این یکی که پیدا شد از روی یکی باز دومی هم پیدا میشه. پس در قرارداد همیشه رابطه ها وجود داره و رابطه هایی که از طریق قرارداد به وجود میآیند رابطه ها چند مجهول هست؟ اینا چند رابطه های مجهول؟ چون نمیفهمیم که x و y چقدره. x جمع y شده 400 اما x و y ما به تنهایی نمیفهمیم. بیایم همینا رو پیدا بکنیم. ببینید دوستان اگه نقطه پاره که بگه اصلا وجود داره، گفته x مساوی به y جمع 20، یعنی پول حامد که 20 افغانی هم بالای کنه میشه پول احمد. همین که گفته x مساوی به y جمع 20، یعنی قیمت x چیه؟ y جمع 20ه. قیمت x هست y جمع 20. پس هر جا x دیدیم بیاییم به جای چی بگذاریم؟ y جمع 20 بگذاریم. تفاوت میکنه؟ نه. x مساوی میشه y جمع 20، یعنی که قیمت x هست y جمع 20. حالا بیاییم به این رابطه دوم به جای x y جمع 20 میگذاریم. و این رابطه دوم که x جمع y مساوی به 400 به جای x و y جمع 20 میگذاریم. به جای x میگذارم y جمع 20 جمع y هم خودی رو داره مساوی به 400. چرا این کار میکنم؟ چون قیمت y پیدا بشه. y جمع y میشه دو دونم y مساوی به 400 خودی و 20 که بره به این طرف میشه منفی 20. دو دونم y مساوی میشه به 400 منفی 20 میشه 380. اطراف تقسیم ضریب y یا مجهول میسازیم که 2 هست، این طرف هم 2، y مساوی میشه به 380 تقسیم ضریب میشه 190. ای y پول کی بود؟ پول حامد بود. چقدر شد؟ 190 افغانی شد. حالا ما گفتیم در قراردادهایی که ما انجام میدیم، چون ما از یک مجهول بیشتر داریم، ما این همون دو یا سه مجهولی که داریم پیدا بکنیم. ما به قسمت هم x مجهول داریم هم y. چرا قرارداد کردیم؟ چون که یک مجهول پیدا بشه از رو اون مجهول بریم مجهول بعدی پیدا بکنیم. یک مجهول پیدا شد y پیدا کنم شد 190. حالا به جای همین y میام قیمتی میگذارم به رابطه اولی، مجهول دوم پیدا میشه x مساوی میشه به جای y قیمتی هست 190 جمع 20. x مساوی میشه به 190 جمع 20 میشه 210 افغانی. پس قیمت پول احمد هم شد چقدر؟ 210 افغانی شد. ببینیم همین کاری که ما کردیم درست هست یا نه. گفته احمد 20 افغانی زیادتر نظر به حامد داره. حامد پولی 190 افغانیه. آیا احمد 20 افغانی بیشتر داره یا نه؟ 190 جمع 20 میشه 210 میشه. پس کاری که ما کردیم کاملا درسته. پس به این قسمت فهمیدیم که ما میتونیم که رابطه ها از رو قراردادها به وجود بیاریم. قراردادها ما زمانی انجام میدیم که داخل سوال از یک مجهول بیشتر داشته باشیم. دیدیم به این قسمت دو مجهول داره. رفتیم به جا همین دو مجهول قرارداد به وجود دادیم، آوردیم رابطه اول و رابطه دوم. آمدیم وای پیدا کردیم، وای چیزی پیدا کردیم، x گفتیم مساوی میشه به وای جمع 20. یعنی که قیمت x هست وای جمع 20. همین که میگم مساوی یعنی که هر چی که طرفه مساوی به چی؟ به x. یعنی قیمت نمی x. آمدیم به جا x وای جمع 20 قرار دادیم، جواب شد 190، قیمت وای پیدا شد. قیمت وای آمدیم به رابطه دوم گذاشتیم، باز رابطه اول گذاشتیم شد 210 که باز رابطه اولم پیدا شد. این بود از موضوع رابطه خطی و خود رابطه که با مثال‌های مختلف با هم کار کردیم. موضوعی بعدی که حالا با هم می‌خونیم موضوعی به نام تابع. حالا که رابطه رو شناختیم، بعد از رابطه با هم تابع می‌خونیم. حالا باید بفهمیم که فرق بین رابطه و تابع چیه؟ آیا هر رابطه تابع می‌تونه بشه؟ آیا هر تابع می‌تونه موضوع رابطه بگیم ما یا نه؟ بله، فعلا تابع به صورت خیلی مختصر با هم می‌خونیم. فقط هدف از درس فعلی یعنی تابع اینه که شما بفهمید که کدام عبارات الجبری یا کدام افاده های الجبری یا کدام ست ها میتونن تابع باشن یا نه، کدام رابطه ها میتونن تابع باشن یا نباشن. حالا فقط برای شناسایی تابع ما خود شما مثال کار میکنیم. انواع تابع و عملیات اساسی برای تابع
انشاءالله با درس آینده. حالا فقط یک آیدیایی برای شما پیدا بشه، ذهنشین بشه که تابع چی؟ تابع از خود تعریف ها و خصوصی داره. فقط حالا بریم فعلا یک تعریف رو میخواییم. گفته شده که هرگاه هر عنصر ست اولی فقط زیر فقط خط بکشم در تابع، یعنی لفظ فقط خیلی مهمه. اگر هر عنصر ست اولی فقط و فقط با یک عنصر ست دومی رابطه داشته باشه به نام تابع یاد بشه. ببین دوستا، مثلا ستی دارم به نام ست ا، به داخل ست ا اعدادی مثل 1 و 3 و 5 و 7 و 9. ست دومی دارم به نام ست بی، داخل ست بی اعدادی مثل 2 11 13 4 16 19 17. حالا برای ما بگیم که شما بگیم که کدام یک از اینها، کدام یک از عناصر ست A با عناصر ست B میتونه تابع بسازه. تابع ببینیم یعنی چی؟ یعنی این که هرگاه یک عنصر از ست A یا از ست اولی فقط و فقط با یک عنصر از ست دومی رابطه داشته باشه به همون میگن تابع. از لحاظ ست پس تابع به این شکل معرفی میکنن. به ست اولی ما داریم 1 3 5 7 9، عدد چند تاق هم. اما به ست دومی داریم 2 11 13 4 16 19 17. مثلا فرض المثال 1 با 11 رب داره، یک عنصر با یک عنصر رب داره، یک عنصر از ست اولی با یک عنصر از ست دومی رب داره. همین که فقط و فقط یک عنصر با یک عنصر رابطه داشت، یعنی رابطه 1 و 1 بود، به همین میگن تابع. حالا برای شما میارن ست ا رو میارن، ست بی رو میارن، به این شکل هم برای شما نشان میدن: 3 با 13 7 با 19 9 با 17 5 خالیه. میگن آیا شما بگیم که آیا بین ست ا و ست بی تابعیت وجود داره یا نه. شما نگاه میکنیم، اگر دیدیم هر عنصر از ست ا با فقط و فقط با یک عنصر از ست بی رابطه داشت، به اون میگن تابع. 1 با 11 رابطه داره، رابطه 1 1ه، یعنی 1 و 1. میبینیم 3 و 13 یعنی 1 1 13 1 1، رابطه اینا 1 1ه، پس تابعه. 7 با 19 و 9 با 17، 1 از 3 اول با 1 از 3 دوم رابطه داره، بیزی میگن تابع. پس از لحاظ 3 هر کار 1 عنصر از 3 اول فقط و فقط با 1 عنصر از 3 دوم رابطه داشت، بیزی میگن تابع. حالا ببینیم دوستا، اگر فرض المثال امی حرف یک فلس داده شده باشه به یک قسمت، یک عنصر با چند عنصر رابطه داره؟ با 2 عنصر. به این معنی 1 به 2 شد. زمانی که 1 به 2 شد دیگه تابع گفته نمیشه، چون ما در تعریف تابع گفتیم تابع عبارت از زمان تابع گفته میتونیم که یک عنصر فقط با یک عنصر رابطه داشته باشه، به مثال با 2 عنصر چی داره؟ رابطه داره، پس این تابع نشد. رابطه تابع همیشه 1 1ه، 1 با 1. اما به مثال 1 با 2 شد، پس این تابع گفته نمیشه. البته تعریف های کتاب داره، باز انشاءالله به درس های آینده مفصل تر برو بحث میکنیم. پس زمانی که 1 فلش خورده باشه، یعنی 1 فلشه، میگیم ست ا با ست ب تابع هست، این رابطه تابعیت در این وجود داره. اما اگر 1 عنصر با 2 عنصر یا 3 عنصر یا 4 عنصر رابطه داشت، بیزی تابع گفته نمیتونیم. رابطه هست اما تابع نیست. پس حالا به فرق رابطه و تابع ما بگیم، فرق رابطه و تابع میتونه چی باشه؟ هر تابع رابطه هست، ولی هر تابع ما رابطه هم گفته میتونیم، اما هر رابطه تابع نیست. هر تابع رابطه‌ای، مثلا من این فلش پاک میکنم، 1 با چی رابطه داره؟ با 11. میبینیم رابطه گفتیم. خب همین که 1 با 1 رابطه داره، یعنی رابطه 1 1ه، بذاری چی میگن؟ تابع هم میگن. پس همین تابع رابطه هم شد، اما هر رابطه تابع نیه. مثلا همین 7 میارم با 2 عنصر، چون 1 عنصر با 2 عنصر شد، این تابع گفته نمیشه، رابطه هست. چرا؟ چون میگیم که 7 رابطه داره با 19 و 16، این رابطه هست اما تابع گفته نمیشه، پس هر رابطه تابع نیه. این رابطه هست اما تابع نیه، چون با 2 عنصر رابطه داره، اما هر تابع رابطه میتونه باشه. پس این از لحاظ تعریف ست. حالا از لحاظ تعریف ست چند اصطلاح دیگه ما داریم.
به نام تابعات میشه. سه تا اولی ناحیه تعریف میگن. سه تا اولی یعنی سه تا ای به نام ناحیه تعریف. ناحیه تعریف یا بزید به نام دومین هم میگن. دومین. پس تا اولی شد ناحیه تعریف یا دومین. سه تا دومی به نام ناحیه قیمت ها میگن. ناحیه قیمت ها یا به نام رنج هم یاد میکنن. پس در ست ها ما همیشه میگیم در ست ها زمان رابطه تابعیت وجود داره که یک عنصر با یک عنصر رابطه داشته باشه. اگر این بود میگیم این تابع. حالا ست اولی به نام ناحیه تعریف یا دومین میگن و ست دومی به نام ناحیه قیمت ها یا رنج یاد میکنن. پس این دومین و رنج از لحاظ ست ها فعلا با هم گفتیم. حالا بیم کمی پیشرفته تر بگیم. ساحه‌ای که متحول قیمت میگیره ناحیه تعریف تابع یا دومین. دومین به معنای قالب. کدومین یعنی مطلوب. کسایی که بیولوژی و ژنتیک خواندن این موضوع میفهمن. دومین قالب، کدومین مطلوب. ساحه‌ای که متحول قیمت میگیره ناحیه تعریف تابع و نمو قیمت‌های تابع که بعد از عملی ریاضی متحول از ناحیه تعریف میگیره به نام قیمت‌های تابع یا کدومین یاد میشه. که این موضوع دومین و کدومین حالا بره فعلا فقط تعریفی رو یاد بگیریم. دومین و کدومین انقدر برای شما مثال کار میکنم و تشریح میکنم که کامل درک بکنیم. بره فعلا فقط بگیریم که تابع چی است، از لحاظ ست دومین چیه و رنج چیه. از لحاظ ست، ست اول دومین، ست دوم به نام رنج یاد میشه. افاده های الجبری که شکل وای مساوی به ax مثبت b به خود خودشته باشن علمی افاده را به نام تابع یاد میبرن. یعنی اکثریت افاده های الجبری وای مساوی به ax مثبت b که اینا به نام رابطه خطی هم بزینا میگن اینا به نام تابع یاد میشن. پس اگر به سوال آمد که افاده الجبری وای مساوی به ax مثبت b آیا یک تابع هست یا نه، شما 100% بزنین که تابع هست. خب وای مساوی به ax مثبت b رابطه خطی بود یا نه؟ قبلا خواندیم بله. پس تمام رابطه های خطی که شکل وای مساوی به ایکس مثبت بی دارن به نام چی یاد بشن؟ به نام تابع هم یاد بشن. موضوع بر اینه که اگر برای شما بگن که وای مساوی به اف ایکس ای یعنی چی؟ وای مساوی به اف ایکس یعنی چی؟ در همین مثال چند موضوع دیگر هم باید بگم. وای مساوی به اف ایکس بریم دوستا. ای وای اولی که هست، ای وای تابعه، وای تابع اکسه. وای تابع به چیه؟ به اکسه. ای یعنی چی وای تابع به اکسه؟ یعنی که هر قیمتی که شما به اکس بدین وای همون قیمت با خود رو اختیار میکنه. اگه من به اکس دو بودم وای هم دو میشه، اگه به اکس سه بودم وای هم سه میشه، اگه به اکس سفر بودم وای هم سفر میشه. هر قیمتی که به اکس بودم وای هم همون قیمت با خود رو میگیره. پس وای تابعه چیه؟ اکس. تابع یعنی چی؟ یعنی تبعیت کردن، پیروی کردن. وای پیروی میکنه از اف اکس. اف نام چیه؟ اف نام نام افاده ای که ما داریم. مثلا به یک اسمت اف اکس مساوی به دو اکس مثبت یک. اف نام تابعه، متحول ما اکسه، دو اکس مثبت یک هم خمینیم به یک اسمت متحول چیه؟ اکسه. داخل هم بخاطر همین اکسه داخل گاز گرفته. پس اف نام تابعه، اکس متحوله که بینیم یک اسمت چی داریم؟ متحول داریم. پس وای مساوی به اف ایکس انه میگه گفت وای به نام تابع یاد بشه. حالا تابع به چی داره؟ تابع به اکس داره، یعنی تبعیت یا پیروی از اکس میکنه. اکس هر قیمتی که بگیره وای همون قیمت رو به خود خوب اختیار میکنه. بخاطر این وای چی میگن؟ تابع میگن. حالا بر فرض المثال اگر به جا وای باشه مثلا اف ایکس مساوی به یک افاده الجبری، جی ایکس مساوی به یک افاده الجبری، کیو ایکس مساوی به یک افاده الجبری. همین که علامت مساوی آمد، قبل از مساوی اگر دیدیم که مثلا بود یک حرف انگلیسی داخل یک متحول بود، اینها رو به نام چی یاد میکنن؟ تابع یاد میکنن. اینها رو تابع میگن. میگن تابع اف ایکس مساوی به نمی، تابع جی ایکس مساوی به دی، تابع کیو ایکس مساوی به ای. که اینها رو باز انشاءالله مفصلتر روی صحبت میکنیم. پس وای مساوی به اف ایکس یعنی وای تابع چی؟ ایکسه. هر قیمتی که ایکس بگیره وای همون قیمت رو به خود خوب اختیار میکنه. موضوع بعدی حالا اینه که ما چی کسیم یک تابع شناسایی بکنیم. مثلا گفته شده تابع اف ایکس، میریم چی گفت؟ گفت تابع اف ایکس.
گفتم اگر به اول اگر حرف انگلیسی و بعد متحولی بود fx, gx, qx بزرگ میگم تابع، اگر y هم بود بزرگ میگم تابع. تابع fx مساوی به 2x مثبت 1 با قیمت های منفی 2, 1, 4, منفی 6 داده شده. نشان دهید که f یک چیه؟ تابع. نشان دهید که f نمی f نام چیه؟ نمی افاده الجبری منه. نشان دهید که نمی f یک تابع. ما میم ثابت میکنیم. چی رقم ثابت میکنیم؟ حالا میگم fx مساوی به 2x مثبت 1. زمانی که همچه سوال برای شما میدن گفته با قیمت های منفی 2, 1, 4, منفی 6 به این معنی که شما بریم به جا متحول خب منفی 2, 1, 4, منفی 6 بگذاریم ببینیم که این طرف چی میشه. اولین کاری که میکنم به جا متحول منفی 2 میگذارم f منفی 2 نام تابع چیه؟ f متحول خور به جای منفی 2 میگذارم هر جا x دیدم منفی 2 میگذارم 2 خودیو به جا x منفی 2 جمع یک. بعد F1 پیدا میکن مساوی میشه به 2 ضرب 1 جمع 1. بعد 4 میگذارم F4 پیدا میکنم F4 مساوی میشه به 2 ضرب 4 جمع 1. و بعد F منفی 6 پیدا میکنم منفی 6 مساوی میشه به 2 ضرب منفی 6 جمع 1. اینها رو پیدا میکنم 2 ضرب منفی 2 میشه منفی 4 منفی 4 جمع 1 منفی 3 2 1 2 تا 2 1 هم 3 2 4 تا 8 تا 8 تا 1 هم 9 2 ضرب منفی 6 منفی 12 که 1 با او جمع بشه میمونه منفی 11. قیمت ها رو پیدا کردیم. پس اگر گفت تابع fx مساوی به 2x مثبت 1 با همین قیمت ها داده شده نشان میدیم که f یک تابعه. شما چیکار میکنیم؟ بریم به جا متحول یعنی به جا x همین قیمت ها رو میگذاریم منفی 2 1 4 رو منفی 6. حالا که قیمت ها گذاشتیم هدف از قیمت گذاشتن چیه؟ اینه که ما ببینیم آیا با منفی 2 که ما گذاشتیم حاصل یک قیمت به دست میاد یا نه. آیا با یکی که ما بده گذاشتیم حاصل یک قیمت به دست میاد یا دو تا یا سه تا یا چهار تا که بعد ان شاء الله اینا مال با هم بخونیم. ما با منفی 2 که قیمت گذاشتم جواب یک شد پس رابطه یک و یک. با یکی که قیمت گذاشتم رو متحول حاصل یک قیمت شد بازم پس بازم رابطه یک و یک رابطه یک هم یعنی یک 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 دونه یک. چهار گذاشتم یک جواب به دست آمد یک جواب پس رابطه یک و یک. منفی 6 گذاشتم یک جواب به دست آمد پس رابطه یک و یک. پس زمانی که رابطه یک و یک باشه چی میگیم؟ بزرگ تابع میگیم. پس ما نشان دادیم که اگر ما همین قیمت ها برو تابع fx مساوی به 2x مثبت 1 بگذاریم 100% نمی f یک تابع هست. پس این علامت سادسه ای میگذاریم f یک تابع بتونه باشه. چرا؟ چون رابطه بین متحول و رابطه بین جواب یک یکه یک جواب دست ما. حالا اگر دو جواب باشه مثلا با هم کار میکنیم اگر باشه جذر 4 شما بگیریم میشه مثبت منفی 2 یعنی مثبت 2 منفی 2 مثبت 2 منفی 2 مثبت 2 منفی 2 چند تا دو تا رابطه یک یک نشد یک دو شد. همین که یک دو شد چون یک عنصر با دو عنصر رابطه داره تابع نیه رابطه گفته میشه تابع نیه رابطه. اما به یک قسمت یک عنصر فقط یک عنصر داد یک عنصر یک عنصر داد پس بزی چی میگن؟ تابع میگن. حالا تابع گفتیم fx یک دفعه دیگه میگم که f چیه؟ نام تابع x متحول مانه. یعنی که شما بریم به جا همین تابع f هر جا متحول x دیدیم به جای چی بذاریم منفی 2 1 4 منفی 6 دیدیم که همین کار ما یک قسمت کردیم و از آخر ثابت شد که چیه؟ یک تابع. حالا با هم مثال های زیادتر کار میکنیم که شما بفهمید چی که ما یک تابع شناسایی بکنیم. دو مثال دیگر با هم کار میکنیم اما قبل از اینکه دو مثال کار بکنیم برازی که تابع بهتر بشناسیم چند مثال زنده هم برای شما میگم. به طور مثال شما فرض کنیم که روبرو آینه مستقیم به خود خود ببینیم. زمانی که روبرو به آینه مستقیم یک شمانیم یکم تصویری که در آینه به وجود میآید. خب شما با تصویری که با آینه وجود آمده رابطه شما چیه؟ یک یک. یک شما نیم یکی هم تصویری که در آینیه. پس شما با تصویری که در آینه وجود آمده چی؟ تابع گفته میشه. چون آینه تبعیت از کی میکنه؟ از شما میکنه. اگر شما یک نفر باشین یک نفر نشان میده. اگر شما دو نفر باشین دو نفر نشان میده. اگر سه نفر باشین سه نفر نشان میده. اما چون شما یک نفرین و یک تصویر نشان داد بهش میگن تابع. دیگه فرق مثال دیگه میگم هر انسان فقط یک دونه قلب داره. رابطه ی انسان با قلبی و چون رابطه یک یکه یک انسان یک قلب بزنی میگن چی؟ تابعه. پس رابطه انسان با قلبی چیه؟ تابعه. اما هر انسان دو دونه دست داره
یک انسانه اما دو دست داره. همین که رابطه شد یک و دو، یک انسان دو دست، یک و دو بشد بزی میگن رابطه تابع بزی گفته نمیتونه. یا به طور مثال هر موتر که شما ببینین فقط یک جواز سیل داره، یک موتر یک جواز سیل، بزی چی میگن؟ رابطه یه. همین رابطه رو تابع میگن، رابطه موتر با یک دونه جواز سیل میگن تابع. یا به طور مثال هر موتر یک نمبر پلت داره، خب پس همین که یک موتر یک نمبر پلت داره بزی چی میگن؟ رابطه از رابطه تابعیت، بزی میگن تابع، یعنی رابطه رو تابع میگن. یا هر موتر یک لسنس داره، رابطه یک موتر با یک لسنس چیه؟ خود یک تابع. پس اگر رابطه یک و یک بود بزی میگن تابع. حالا یه مثال ها بعدی کار کنیم. مثال گفته شده که هرگاه قیمت های 4 و 9 و 16 به تابع اف ایکس مساوی به جذر ایکس داده شده باشه، آیا اف یک تابع هست یا خیر؟ گفتم که هرگاه شکل اف ایکس بود به اول، یا جی ایکس یا وای یا کیو ایکس، هر رقمی که بود بزی میگن تابع. حالا بزی تابع میگن، اما ای که تابع هست یا نه غالبا شناسایی کنیم. اف ایکس مساوی به جذر ایکس، کاری که ما میکنیم اینه که نام تابع اف متحول ایکسه، همین که داخل قوس گرفته، یعنی شما بریم به جای متحول قیمت بگذاریم. اول میام به جای چی میگذارم؟ 4 میگذارم، اف 4 پیدا میکنم. اف 4 که پیدا بکنم جذر به جای متحول 4 میگذارم، جذر 4 مساوی میشه به مثبت منفی 2. بعد اف 9 برم پیدا میکنم، اف 9 مساوی به جذر 9، یعنی به جای ایکس 9 بگذارم، مساوی میشه به مثبت منفی 3. بعد میرم اف 16 پیدا میکنم، اف 16 یعنی جذر 16 که مساوی میشه به مثبت منفی 4. حالا به این طرف بیم یک مقایسه بکنیم. ما یک طرف متحوله که x و طرف بعدی چیه؟ اف x تابع امانه. زمانی که ما آمدم به x 4 دادم، متحوله می شد مثبت 2 و منفی 2. زمانی که متحول 4 دادم به واسه تابع شد، دو جواب گرفت، مثبت 2 و منفی 2. زمانی که متحول 9 دادم تابع ام دو جواب گرفت، مثبت 3 منفی 3. زمانی که متحول 16 دادم تابع دو جواب گرفت، مثبت 4 منفی 4. حالا خوب توجه کنیم، فرض کنیم که x یک سته باشه، f x یک سته دیگه باشه، سته x مساوی به 4 9 16، f x رو یک سته فرض کنیم، یک از f x مساوی به چند؟ مثبت 2 منفی 2، مثبت 3 منفی 3، مثبت 4 منفی 4. حالا شما خوب توجه کنیم، 4 با چند عنصر رابطه داره؟ با دو عنصر، یک 2. 9 با چند عنصر رابطه داره؟ با دو عنصر رابطه داره، 3 منفی 3. 16 با چند عنصر؟ با دو عنصر، مثبت 4 منفی 4. حالا خوب توجه کنیم، ما گفتیم که تعریف تابعی بود که هرگاه یک عنصر از سته اول فقط با یک عنصر از سته دوم رابطه داشته باشه بهش میگن تابع. اما به این قسمت یک عنصر از سته اول با دو عنصر از سته دوم رابطه داره، پس این تابع نیه. یک عنصر با دو عنصر رابطه داره، تابع نیه. یک عنصر با دو عنصر رابطه داره، پس تابع گفته نمیشه. چون رابطه از یک یک نیه، یک و دو. این طرف یک، همه طرف دو تا، این طرف یک، این طرف دو تا، این طرف یک، این طرف دو تا، پس اینا تابع گفته نمیشه. پس اگر همین قیمت ها رو بیم برو اف تابع اف ایکس مساوی به جذر ایکس بگذاریم، نظر به همین قیمت ها انمی تابع انمی اف تابع گفته نمیشه، اف ایکس چیه؟ تابع نیست. پس شما می‌بینید که اف یک تابع نیست، اما رابطه میتونه باشه، کار میشه، اما تابع گفته نمیشه. حالا خوب توجه کنیم، ما دو موضوع داشتیم، یکی موضوع دومین داشتیم، یکی موضوع کدومین داشتیم. دومین و کدومین. دومین ساحه‌ای بود که متحول در اونجا قیمت میگرفت، ساحه‌ای که متحول در اونجا قیمت میگرفت. دومین کجایی به نظر شما؟ این قسمته. به این قسمت متحول چی گرفت؟ قیمت گرفت. پس به همین قسمت این میگیم دومین، ساحه‌ای که متحول قیمت میگیره دومین میگن. حالا این متحول ما دومین گفتیم، متحول ما کدو قیمت ها رو خود خود گرفته؟ 4 و 9 و 16. کدومین ساحه‌ای که متحول بعد از اعمال ریاضی به خود تو قیمت میگیره؟
ما میریم به متحول چی داریم؟ 4 9 16. بعد از اینکه اعمال ریاضی رو انجام دادیم، قسمت اف ایکس قیمتی معلوم شد. اومدم به جای ایکس 4 گذاشتم، شد مثبت منفی 2. اف ایکس ما چی شد؟ شد مثبت منفی 2. اف ایکس شد مثبت منفی 3. اف ایکس شد مثبت منفی 4 شد. دومین ساحه‌ای که متحول قیمت میگیره، اما کدومین اف ایکس به نام کدومین میگم. کدومین ساحه‌ای که متحول بعد از قیمت گذاری به خود اختیار میکنه. به جا x 4 دادم، جواب شد چی؟ مثبت منفی 2، یعنی اف ایکس ما شد مثبت منفی 2. به جا x 9 دادم، اف ایکس ما شد مثبت منفی 3. به جا x 16 دادم، اف ایکس ما شد چند؟ مثبت منفی 4 شد. دیگه صد مثبت منفی 4 یعنی چی؟ یعنی اف ایکس این رقم معنی داره. یا این رقم بگم اف ایکس مساویه به 2 ایکس مثبت 1. به همین سوال، آیا 2 ایکس مثبت 1 ایکس متحول است یا نه؟ آیا همین ایکس قیمت میگیره یا نه؟ بله. پس این میشه 2. ساحه‌ای که متحول قیمت میگیره. حالا میایم به جا ایکس میگیم مثلا 1، 2 ضرب 1 میشه 1، 2 ضرب 1 2، 2 1 میشه 3. همین 3 یعنی چی؟ یعنی جواب اف ایکس. پس اف ایکس مساوی شد به چی؟ به 3. یعنی به جا متحول اگر 1 بودم اف ایکس میشه 3. این قیمت مساوی به کدومه؟ پس دومین و کدومین رو بشناسیم. دومین ساحه‌ای که متحول قیمت میگیره به یک قسمت، کدومین قسمتی که متحول بعد از اعمال ریاضی قیمت میگیره. ما بعد از اعمال ریاضی که 1 دادیم جمع کردیم، دیدیم که این طرف چی شد؟ 3 شد. یعنی میگم کدومین. حالا که به یک قسمت، قسمت بعد از مساوی دومین چون متحول قیمت میگیره، بذار میگم ناحیه تعریف تابع. دومین یا ناحیه تعریف تابع. تعریف تابع. چون نظر به همین قیمت ها تابع تعریف میشه. آیا تابع هست یا نه؟ به این قسمت اف ایکس که میگن یا جی ایکس که میگن یا کیو ایکس که میگن یا وای به نام کدومین یاد میشه. کدومین جایی که بعد از قیمت گذاری معلوم میشه. بعد اینکه من چنان دادم اف ایکس میشد مثبت منفی 2. بعد اینکه نو دادم اف ایکس میشد مثبت منفی 3. این قسمت کدومین. اگر به سوال بیه که دومین شما معلوم بکنید، دومین ها چی شد؟ ساحه‌ای که متحول قیمت میگیره. 4 و 9 و 16 نمی قسمتی که به جای x چی گذاشتیم؟ 4 و 9 و 16 قیمت گرفت خود خود. کدومین ساحه‌ای که بعد از قیمت گذاری معلوم میشه که چند شده. بعد از قیمت گذاری کدومین ها چیه؟ مثبت منفی 2، مثبت منفی 3، مثبت منفی 4. حالا بیایم خلاصه بگیم. زمانی که متحول قیمت میده، معلومه قسمتی که متحول قیمت میده میشه دومین. قسمتی که جواب‌ها به دست میایه، این قسمت چیه؟ جواب‌های به نام کدومین یاد میشه. دومین ناحیه تعریف تابع میگن چون نظر به همینا معلوم میشه که تابع هست یا نه. کدومین ناحیه قیمت‌های تابع میگن چون جواب‌هایی که به دست اومد قیمت گفته میشه. جواب‌ها چند تا؟ 1 و 2 و 3. چون مثبت منفی داره میگن 6 تا. بعد دومین کدومین رو مال بر فعلا همین اندازه بشناسیم، باز ان شاءالله بعداً روی بس می‌کنیم. مثال بعدی. مثال بعدی گفته شده آیا اف ایکس مساویه به 4 بر 100 ایکس برای قیمت های داده شده 0 و 1 و 2 و 3 و منفی 3 تابع هست یا خیر؟ یعنی چی؟ یعنی شما به جمع متحول بیاییم یعنی قیمت ها بگذاریم، اف 0 رو پیدا بکنیم، اف 1 پیدا بکنیم، اف 2 پیدا بکنیم، اف 3 پیدا بکنیم و اف منفی 3. زمانی که این کار کردیم ببینیم که آیا تابع هست یا نه. یعنی بیاییم به جا متحول خب قیمت بگذاریم. به جا x چی بگذارم؟ 0 بگذارم. 4 بر 3 ضرب 0 مساوی میشه به 0. 4 بر 3 ضرب به جا x خب بگذارم 1، ضرب 1 مساوی میشه به 4 بر 3. 4 بر 3 ضرب به جا x 2 میگذارم، ضرب 2 میشه 8 بر 3. 4 بر 3 ضرب 3، 3 به 3 تمام میشه میمونه 4. 4 بر 3 ضرب منفی 3، 3 به 3 تمام میشه میانه منفی 4. پس خب توجه کنید این طرف کلن متحول است یا نه؟ یکی متحول، یکی قسمتی که قیمت به خود خود میگیره. بیاییم یک طرف متحول بگیریم، یک طرف اف ایکس بگیریم. قسمت متحوله آیا دومین بگیم یا نه؟ قسمت متحول دومین یا ناحیه تعریف تابع هم وضو میگم. دومین یا ناحیه تعریف تابع یعنی چی؟ یعنی قسمتی که متحول قیمت میگیره.
به همین قسمت متحول قیمت میگیره. به جا متحول چی داشتیم؟ 0 1 2 3 منفی 3. پس همین قسمت به نام چی؟ دومین. ساده‌تر بگم بعد از علامه مساوی هر چی بود؟ دومینه. بعد از علامه مساوی هر چی بود؟ دومین. قبل از علامه مساوی هر چی بود؟ کدومینه. خب x متحول پس دومین میشه. f x جوابیه که بعد از قیمت گذاری به دست میآید. به نام چی یاد میشه؟ به نام کدومین. کدومین. به جا x خب من 0 گذاشتم. جواب چند به دست آمد؟ دوباره 0. fx شد 0. به جا x 1 گذاشتم. جواب چند به دست آمد؟ 4 بر 3. به جا x 2 گذاشتم. جواب چند به دست آمد؟ 8 بر 3. به جا x 3 گذاشتم. جواب چند به دست آمد؟ 4. به جا x منفی 3 گذاشتم. جواب شد منفی 4. حالا فرض کنیم که x یک سته باشه. ست x هست 0 و 1 و 2 و 3 و منفی 3. f x هم یک سیتی باشه. f x هست 0 و 4 بر 3 و 8 بر 3 4 منفی 4. ببینیم 0 با 0 رابطه داره، 1 با 4 بر 3، 2 با 8 بر 3، 3 با 4، منفی 3 با منفی 4. آیا رابطه از 1 به 1 هست یا نه؟ 0 با 0 1 به 1 شد. این یک دونه، این هم یک دونه. 1 با 4 بر 3 این یک دونه، این هم یک دونه. مثل از اون جذریه که مثبت منفی 2 باشه. 2 با 8 بر 3 1 دونه، یک دونه. پس زمانی که رابطه یک و یک باشه بزو چی میگن؟ بزو میگن تابع. پس تابع fx مساوی 4 بر 3 x یک تابع هست. این چی میکنیم؟ سادسری میگذاریم. این تابع هست. چرا؟ چون هر عنصر از ست اول فقط با یک عنصر از ست دوم چی داره؟ رابطه داره. پس بزو میگن تابع. حالا اگر به سوال بیایی که شما بریم دومین و کدومین رو نشان بدیم. خب ما نشان بدیم. دومین به دی نشان بدم. دومین مساوی میشه به دومین یعنی چی؟ یعنی قیمت هایی که متحول به خود خود میگیره. متحول کدوم قیمت ها رو به خود خود گرفته؟ 0 1 2 3 منفی 3. پس دومین الان این تابع چیه؟ 0 و 1 و 2 و 3 و منفی 3. همین قسمت. قسمتی که چی؟ متحول به خود خود قیمت میگیره. یا گفتم بعد از مساوی هر چی بود دومینه. دومین به نام ناحیه تعریف هم یاد میکنم. بعد میگم کدومین رو نشان بدیم. کدومین رو به سی بزرگ نشان میدن، یعنی ناحیه قیمت های تابع. ناحیه قیمت های تابع ناحیه که تابع بعد از قیمت گذاری به دست میاد. f x بعد از اینکه 0 گذاشتم چی به دست اومد؟ 0. یعنی جواب ها میشه ناحیه قیمت ها. چند به دست اومد؟ 0 4 بر 3 8 بر 3 4 منفی 4. پس به این شکل اگه گفتم دومین و کدومین نشان بدین، دومین میریم قیمت ها رو ناحیه تعریف نشان بدیم یا ساحه‌ای که متحول قیمت میگیره، و کدومین جواب هایی که به دست اومده. ناحیه قیمت ها به کدومین میگن. جواب های ناحیه قیمت ها یکیه. 0 4 بر 3 8 بر 3 4 منفی 4 چه کدومین؟ و دومین هم 0 1 2 3 و منفی 3. دو مثال کار کردیم، دومین و کدومین رو معلوم کردیم. ای که اینها تابع هست همین دو مثال الان اینا رو با هم کار کردیم. حالا یک دو مثال دیگه هم شکل عبارتی کار میکنیم، ببینیم تابع میتونن باشن یا نه. سه مثال دیگه هم کار میکنیم از تمرین کتاب. گفته شده سوال اول، سن فاطمه 25 سال کمتر از سن مادرش هست. البته اسم ما عوض کردم، داخل کتاب سن نرگس آورده شده. سن فاطمه 25 سال کمتر از سن مادرش است. اگر مجموع سن فاطمه و مادرش 41 سال باشد، عمر فاطمه چند است؟ این سوال خیلی ساده کار میشه. باید شما کم تحلیل داشته باشیم که سوال کار بکنیم. ما یک سن فاطمه داریم، یک سن مادر فاطمه داریم. سن فاطمه ما نمیفهمیم چیه، پس x میگذاریم. سن مادر فاطمه هم نمیفهمیم چیه، او را x میگذاریم. اما سن فاطمه سوال چی گفته؟ گفته سن فاطمه 25 سال کمتر از سن مادرینه. سن فاطمه خود x بود، 25 سال هم کمتر از سن مادره، پس منفی 25 میذاریم. درست شد؟ پس این رقم سوال کار میکنیم. مادر از همه کلانتره، درست؟ مادر از دختر کلانتره. پس اول سن مادر یعنی x می نویسیم، این جمع x منفی 25 می سازیم مساوی به، اگر مجموع سن فاطمه و مادر یا باشه 41 سال، مساوی به 41 می سازیم. پس خیلی ساده کار کردیم. سن مادر گفتیم x، سن فاطمه گفتیم x منفی 25. چرا؟ چون گفت سن فاطمه 25 سال کمتر از سن مادره، پس x منفی 25. مادر بود x جمع. چرا جمع میکنم؟ چون مجموع گفته 41 میشه. x پس شد سن مادر جمع
اکسلنت 25 شد سن فاطمه، مجموع هر دو سن، سن مادر و اکسلنت 25 سن فاطمه میشه 41 سال. حالا شما گفته چی پیدا بکنیم؟ عمر فاطمه پیدا بکنیم. x جمع x میشه 2 دونه x، منفی 25 مساویه به 41، 2 دونه x مساوی میشه به 41، خودی منفی 25 به اون طرف میشه مثبت 25، 2 دونه x مساوی میشه به 41 و 25 میشه 66. اطراف تکسین ضریب x یعنی 2 میسازیم، 2 به 2 تمام میشه، x مساوی میشه به 33. خب پس ای 33 که ما به دست آوردیم چیه؟ ای 33 عمر مادره، عمر مادر. حالا بیاییم x شد 33، x منفی 25 سن فاطمه بود یا نه؟ به جای x میگذاریم 33 منفی 25، جواب به دست میگه 8. پس سن فاطمه چند سال بوده؟ 8 سال بوده. ما x رو پیدا کنیم، خب x که زمانی که پیدا بکنیم میشه 33، 33 منفی 25 سن فاطمه چند شد؟ 8 شد. برای امتحان هم اگه ما امتحان بکنیم، گفته سن فاطمه 25 سال کمتر از سن مادرینه. اگر 25 جمع 8 بکنیم میشه جمع 33. پس کاری که ما کردیم، سن مادر x گرفتیم چون سن فاطمه 25 سال کمتر بود، x منفی 25، مجموع هر دو سن گفته 41 سال. کار کردیم مجموع رو یک طرف آوردیم، عدد ثابت یک طرف آوردیم، x شد 33. x منفی 25 قسمت داشتیم، به جای x داشتیم 33، سن فاطمه به دست آمد 8 سال. یک مثال. مثال بعدی گفته شده زلمه و نصیر 36 جلد کتاب مطالعه نمودند. اگر زلمه 6 جلد بیشتر از نصیر مطالعه نموده باشد، هر کدامشان چند جلد کتاب مطالعه کرده اند؟ باز هم بیاییم اینا تحلیل بکنیم. تعداد کتاب هایی که نصیر مطالعه کرده میگذارم x، چراشون نمیفهم چند کتاب. تعداد کتاب هایی که زلمه مطالعه کرده ایرم میگذارم x، اما با یک تفاوت. اگر زلمه 6 جلد بیشتر از نصیر مطالعه کرده باشه، 6 جلد بیشتر، بعد جمعش میشه مطالعه نموده باشه، هر کدامشان چند کتاب مطالعه کردن. حالا ببینیم دوستا، کتاب هایی که نصیر مطالعه کرده x جمع، کتاب هایی که زلمه مطالعه کرده 6 تا بیشتره، پس میشه x جمعش مساوی میشه به مجموع کتاب هایی که مطالعه شده توسط هر دو تا 36 تا. پس این علامت جمع که من به اول انداختم خاطر چیه؟ چون گفتم مجموع، مجموع که گفت علامت جمع میشه. x جمع x میشه 2 دونه x، جمع 6 مساوی به 36، 2 دونه x مساوی به 36 خودی و 6 به یه طرف میشه منفی 6، 2 دونه x مساوی به 36 منفی 6 میشه 30. اطراف تقسیم ضریب x یعنی 2 میسازیم، 2 به 2 تمام، x مساوی میشه به 15. این 15 حالا به دست آمد. پس نصیر چند جلد کتاب مطالعه کرده؟ 15 جلد. حالا بریم زلمه پیدا کنیم. زلمه بود x جمع 6، یعنی 15 جمع 6، به جای x چی میذارم؟ 15. 15 جمع 6 میشه 21. زلمه چند جلد کتاب مطالعه کرده؟ 21 جلد. فرق بین زلمه و نصیر آیا 6 جلد هست یا نه؟ 21 منفی 15 میشه 6 جلد. پس جواب کاملا درسته. پس کاری که ما کردیم چی بود؟ این بود که اومدیم کتابایی که نصیر مطالعه کرده گفتیم x، چون نمیفهمیم چی، اما کتاب هایی که زلمه مطالعه کرده 6 تا بیشتره، پس میشه x جمع 6، مجموع کتاب ها شده 36. عملیات انجام دادیم شد 15، 15 چی شد؟ شد نصیر. ببینید نصیر یک x شد نصیر. حالا x جمع 6 زلمه، به جای x 15 گذاشتیم، جمع 6 21 داره، از زلمه شد. و سوال آخر گفته شده که از یک توپ تکه، از یک توپ تکه 30 متره 7 جور لباس دوخته شده، هرگاه دو متر تکه باقی مانده باشه برای هر لباس چند متر تکه مصرف گردیده است؟ این سوال میتونیم به دو قسمت، به دو طریق کار بکنیم، یک طریق حسابی، یک طریق الجبری. کاری طریق با هم کار نکنیم. اگر ما از طریق حسابی کار بکنیم، توپ تکه چند متره؟ 30 متره. چند متر باقی مانده؟ هرگاه دو متر تکه باقی مانده باشه، نظر به این لفظه که میگه باقی مانده، باقی مانده، خود باقی ماندن یعنی کم شدن، یعنی کم شده. منفی 2 سی منفی 2
از همین 30 متر که 2 متر هم باقی مونده چند دست لباس درست شده؟ چند دست یا چند جور لباس؟ 7 جور. پس 30 من فی 2 از همین 30 متر که 2 متر هم باقی مونده چند دست لباس درست شده؟ 7 دست. پس تقسیم 7 میشه. 30 من فی 2 میشه 28، تقسیم 7 میشه 4. پس چند دست لباس با همین 30 متر که 2 متر هم باقی مونده درست شده؟ 4 دست لباس درست شده. شاید بگیم چرا منفی کردی؟ همین که میگه لفظ باقی مونده به معنای منفیه، زمانی که میگه باقی مونده منفی از لحاظ حساب. حالا بیم از لحاظ الجبر کار میکنیم. از لحاظ الجبری یک جور لباس میگیم x، یک جور لباس میگیم x. زمانی که یک جور لباس x باشه چند جور لباس درست شده؟ 7 جوره. پس میشه 7 تونه x، درسته؟ یه از 7 تونه x، یه از 7 تونه x. حالا چقدر باقی مونده؟ تکه چقدر باقی مونده؟ 2 متر باقی مونده. 2 متر باقی مونده یعنی 2 متر اضاف مونده. حالا این 2 متر اضاف مونده میشه جمع. از لحاظ حسابی منفی، اما از لحاظ الجبری جمع. باقی مونده یعنی چی؟ اضاف مونده. این مساوی قرار بدیم به 7 جور لباس که 2 متر هم باقی مونده یا اضاف مونده توسط چند متر تکه درست شده؟ توسط 30 متر. مساوی به 30. 7x خودیو مساوی میشه به 30 خودیو 2 بره به طرف میشه منفی 2. 7x مساوی میشه به 30 منفی 2 28. اطراف تکسین ضریب x اینه 7 که بسازیم 7 به 7 تمام میشه، x مساوی میشه 28 بر 7 میشه 4. پس توسط 30 متر تکه که 2 متر از باقی مانده 4 دست لباس به راحتی ساخته میشه یا درست میشه. سه مثال رو به یک قسمت با هم کار کردیم. تا این قسمت تمام درس هایی که با هم خواندیم مربوط بود به صنف هشتم، یعنی که ما رابطه و تابع دومین کدومین و بقیه مسائلی که بود با هم خواندیم همون رو به صنف هشتم بود. یعنی تا همین قسمت تمرینی که کار شد، سوالات که کار شد کلا رو به صنف هشتم بود. موضوعی که حالا میخوانیم با هم از این به بعد کلا مربوط میشه به صنف دهم. یعنی حالا با هم موضوعات کم پیشرفته‌تر میکنیم، موضوعات کاملتر میکنیم، رابطه و تابعی که در صنف هشت خواندیم به این قسمت حالا همون رابطه و تابع نکات جامعتر و نکات تطبیقی با هم کار میکنیم که این موضوعات کامل بفهمیم. یعنی که موضوعات که از یه بعد کارمش کامل از صنف ده، اولین بحث فصل تابع حالا با هم شروع میکنیم که بحث مستوی کارتزنیه. اولین بحث یا اولین فصل از قسمت تابع حالا با هم شروع میکنیم، بحث به نام جورهای مرتب و مستوی کارتزنی. خیلی ساده، چون قبلا با هم کلا خواندیم این موضوع، حالا کمی مفصلتر این موضوع رو با هم میخوانیم. تمام موضوعات رو نوشتم. گفته شده هرگاه در یک صفحه یا مستوی، زمانی که میگم مستوی همی خود تخته یا وایت بورد میبینیم یک صفحه، همی صفحه میگن مستوی. هر چیزی که صاف بود روزی چی میگن؟ مستوی. ورقه کاغذ که روی شما بنویسیم مستویه. این دیتی ورقه امتحانه که دست شما میدن مستویه. پس هر چیزی که شکل سفر داشت مثل از این بنام چی یاد بشه؟ مستوی. هر که در یک صفحه یا مستوی دو محور افقی، دو محور افقی و قائم یا وای را رسم نمایی دو محور، این چی؟ یعنی یک افقی باشه که بنام ایکس میگن، یک قائم باشه که بنام وای یاد میکنن رسم بکنه. این صفحه یا مستویر به چهار قسمت تقسیم میکنند که هر قسمت آن را یک ناحیه یا یک حجره یا یک ربع یا به نام یک کوادرانت یاد میکنند. پس هر چهار نام یاد بگیریم خود. چهار نام چیه؟ ناحیه، حجره، ربع، کوادرانت. پس تا این قسمت چی گفتیم؟ تا این قسمت گفتیم که اگر بروی یک صفحه یا مستوی دو محور داشته باشیم، یک محور افقی به این شکل، این محور چیه؟ محور افقیه که محور افقی به x نشان میدن، طرف سمت راستی و x، طرف سمت چپی و x زبر، طرف سمت راست مثبت های، طرف سمت چپ منفی ها، به خاطر این زبر می‌نویسی منفی های. هرگاه در یک صفحه یا مستوی ما دو محور داشته باشیم، یک محور افقی یا x، یک محور قائم یا y، محور قائم یا وای، محور قائم یعنی محور عمود یا محور وای، به نام محور ارتفاع هم یاد میشه که بالا به وای نشان میدن، پایین به وای زبر، یعنی بالا مثبت میگیره پایین
چی میگه؟ قیمتهای منفی به خود میگیره. اگر ما یک محور افقی و یک محور عمودی رسم بکنیم، ایصفه یا مستوی به چهار قسمت تقسیم میکنه، یک قسمت، دو قسمت، سه قسمت، چهار قسمت، که هر قسمتی رو یک ناحیه میگن. هر قسمت از این چهار تا یک ناحیه میتونیم بگیم، یک ربع میتونیم بگیم، یک حجره میتونیم بگیم، یک کوادرانت میتونیم بگیم. یعنی هر قسمت هم حجره، هم ربع، هم ناحیه، هم کوادرانت میگیم. یا کوادرانت یاد میکنم. این نواحی به ترتیب در جهت خلاف عقربه ساعت نامگذاری میشن. خلاف عقربه ساعت به انگلیسی میشه انتی کلارک وایز. این از بر کنید. انتی کلارک وایز یعنی چه؟ خلاف عقربه ساعت این نواحی نامگذاری میشه. خلاف عقربه ساعت یعنی به این طرف میه، سمت چپ. ناحیه اول یا ربع اول بیزی میگن. ربع اول، ناحیه اول، حجره اول، کوادرانت اول. ربع دوم، ربع سوم و ربع چهار به این شکل نامگذاری میشه. خلاف عقربه یعنی به این طرف میره، میبینیم به یک سم حرکت میکنه، نامگذاری میشه. موقعیت نقطه پی در این مستوی توسط جوره مرتب اعداد حقیقی x و y طوری نشان داده میشه که x محور افقی یا محور فاصله ها، همین x که گفتیم محور افقی به نام محور فاصله هم یاد میشه، قبلا خواندیم، و وای محور قائم یا محور ترتیب یاد میشه، قائم یا ترتیب. حالا ببینیم دوستا، یک جوره مرتب زمانی که بحث از جوره مرتب میشه، یک جوره مرتب متشکل از x و y، x و y. زمان در روی یک مستوی یک نقطه تشکیل میشه که یک جوره مرتب x و y داشته باشه. یعنی که من زمانی میتونم یک نقطه برای مستوی تشکیل بدم که اون نقطه من یک فاصله از خود خود داشته باشه و یک ارتفاع یا یک ترتیبی از خود خود داشته باشه. مثلا برای میگن نقطه 3 و 4 رو رسم بکنه روی مستوی. نقطه چی؟ 3 و 4. این 3 x و 4 y. ببینیم x اوله برای زوایا اومده. از سمت چپ به راست. چپ چیه؟ x. راست هست y. چپ x و راست هست y. خب میگیم 3 به روی x. x 3. 3 مثبت. میگیم 1 2 یم 3. یک یک قسمت میشه. y هست 4. 4 مثبت. میریم بالا. 1 2 3 4. اینها رو به هم وصل میکنیم. زمانی که وصل میکنیم به این قسمت که شکل قائمه به خود گیرش 90 درجه یک نقطه ای ایجاد میشه. همین نقطه به نام پی اکس وای یاد میکنن. چرا پی اکس وای یاد میکنن؟ همین نقطه نام پیه. همین پی از همین پی که نقطه، همین نقطه از یک فاصله و از یک ارتفاع به وجود آمده. یعنی زمانی که یک فاصله با یک ارتفاع یک جا بشه یک نقطه به وجود میاد. یعنی نقطه نام چیه؟ پیه. خب به جای اکس وای ما چی میگذاریم؟ 3 و 4. میگیم این نقطه ما نام پیه با مختصات 3 و 4. داخل گاوس یعنی مختصات. مختصات یعنی چی؟ مختصات یعنی همون نقاطی که از x ما میگیریم و همون قسمت ها یا فاصله هایی که از چی میگیریم؟ از y میگیریم. هر نقطه ای که از x و هر نقطه ای که از y ما میگیریم به شکل یک نقطه کامل به خود میگیره، همون میگن مختصات. مختصات یعنی تمام نقاطی که رو محور x و تمام نقاطی که رو محور y، همون میگن مختصات. پس هر جوره مرتبه که در مستوی ما تشکیل میدیم در حقیقت یک نقطه به وجود میاره. هر جوره مرتب شکل x و y داره. x و y یک نقطه به وجود میاره و برعکس یک نقطه از جوره مرتب x و y به وجود میاره. هر جوره مرتب یک نقطه به وجود میاره و برعکس اگر بگیم یک نقطه از یک جوره مرتب x و y به وجود میاره. این نکته خوب است، فهمیده شد. x محور افقی یا محور فاصله های، x محور چیه؟ افقی یا محور فاصله ها، و y محور قائم یا محور ترتیبه. y که دیگه اسمش 4 بود، محور چیه؟ قائم یا ترتیب. نقطه تقاطع این دو محور یا خط مبدا میگن. مبدا به زبان انگلیسی به نام اوریجن یاد میشه. اوریجن. نقطه تقاطع این دو محور، ببینید یک محور، این دو محور کجا تقاطع کردن؟ قطع کردن هم دیگه به یک قسمت. نقطه تقاطع همین دو محور به نام چی یاد میشه؟ به نام مبدا یا اوریجن که به حرف او نشون داده میشه. به حرف او. از چی گرفته شده؟ از اوریجن، یعنی مبدا. یعنی نقطه آغاز این رقم معنی میده. به او نشان میده. هرگاه x یک نقطه صفر باشه، فرض کنیم که به این قسمت x چی باشه؟ صفر باشه. هرگاه x یک نقطه صفر باشه، این مثلا نقطه P، x هست صفر. اگر صفر باشه نقطه بالا محور y میایه. نقطه بالا محور میایه، فقط y جواب داره.
میه فقط نقطه برون محور وای، نقطه برون محور وای میه که به این شکل هم رسم میشه. و هرگاه وای یک نقطه، مثلا این چهاره، وای یک نقطه صفر باشه، نقطه برون محور اکس میره. وای زمانی که صفر باشه، ای وای زمانی که صفر باشه، یعنی به یک قسمت صفر، یعنی کجا مبدا؟ وای زمانی که صفر باشه نقطه برون محور اکس میره. چرا؟ چون اکس چیه؟ قسمت مثلا چهاره، میه به قسمت بگیم چهار، به یک قسمت رسم میشه. اگر پس ای طرف بود به یک قسمته، اگر ای طرف بود به این شکله. پس اگر x یک نقطه صفر باشه نقطه برون محور y، و اگر y یک نقطه صفر باشه نقطه برون